سکر و تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش نوشته هاروکی موراکامی ترجمه امیر مهدی حقیقت با صدای هلیا مقصودی قسمت اول سکر و تازاکی سال دوم کالج که بود از ژوئیه تا ژانویه به چیزی جز مردن فکر نمی کرد. در این شش ماه تولد بیست سالگیش هم آمده و رفته بود. حالا دیگر مرد شده بود ولی این نقطه ی عطف خاص زندگی هم برایش معنایی نداشت. سکرو خودکشی را طبیعی ترین راه چاره میدید و هنوز هم درست نمیدانست چرا آن روزها این قدم آخر را بر نداشته بود. گذشتن از مرز زندگی و مرگ سختتر از این نبود که تخم مرغ خام لیزی را ته گلو بیاندازد. شاید هم خودکشی نکرده بود چون راه خوبی به فکرش نرسیده بود. راهی در خور حس ناب عمیقی که به مرگ داشت. ولی این راه و آن راه چه فرقی می کرد؟ اگر دستش به دری می رسید که یک راست رو به مرگ باز می شد بی این که لحظه ای فکر کند بدون کمترین این پا و آن پا کردنی هلش می داد و بازش می کرد. انگار که این هم کاری باشد از کارهای معمول زندگی. ولی در هر صورت خوب یا بد چنین دری دور برش ندیده بود. سکرو بارها به خودش می گفت همان روزها بایست می مردم. آن وقت این دنیا دیگر این چیزی که اینجا و الان هست نبود. چه فکر جذاب دلفریبی. دنیای فعلی دیگر نبود و واقعیت هم دیگر واقعی نبود صاف و سرراست دیگر نه او در این دنیا وجود داشت نه این دنیا برای او با این همه سکرو سر در نمی آورد چرا به این نقطه رسیده بود به تلو تلو خوردن لبه این پرتگاه یک اتفاق واقعی به اینجا کشانده بودش. خودش همه چیز را خوب میدانست، ولی چرا مرگ می بایست این شکلی خفتش کند و نصف یک سال تمام را دورش چنبره بزند؟ چنبره تعبیری دقیق از آن حال و روز سکرو مثل یونس در شکم نهنگ در دل و اندرون مرگ افتاده بود. روزها می آمد و می رفت و او همچنان در خلعی تیره و تار و ایستا دست و پا می زد. انگار در زندگی خوابگردی می کرد. انگار مرده بود و هنوز حالیش نبود. آفتاب که میزد سکو و بلند میشد مسواک میزد رخت و لباس دم دستش را به تن میکشید سوار قطار میشد و به کالج میرفت سر کلاس مینشست و یادداشت برمیداشت مثل آدمی که در طوفان نومیدانه به تیر چراغی بچسبد به, به این روال هر روزه چسبیده بود با آدم ها حرف نمیزد مگر وقتی که لازم بود. بعد کلاس ها می خزید کنج آپارتمانش که توش تنها زندگی میکرد. کف اتاق ولو میشد شد. تکیه می داد به دیوار و به مرگ فکر می کرد. به ناکامی هایش در زندگی. پیش چشمش پرتگاهی عظیم و تاریک میدید که تا دل زمین پایین میرفت چیزی نمیدید جز ابر متراکم عدم که دور و برش چرخ میخورد و چیزی نمیشنید جز سکوت عمیقی که به پرده های گوشش فشار می آورد. وقتهایی که به مرگ فکر نمی کرد ذهنش سفید می شد. فکر نکردن هم سخت نبود. روزنامه نمی خاند. موسیقی گوش نمی کرد. میل جنسی هم نداشت. رخدادهای دنیای بیرون را بی اهمیت می دید. از خانه نشینی که خسته می شد بی هدف در محله پرسه میزد یا به ایستگاه قطار میرفت و روی نیمکتی به تماشای قطارهایی می نشست که از راه می رسیدند و دوباره راه می افتادند. یکی پس از دیگری بارها و بارها. صبح به صبح دوش می گرفت. موها را خوب شامپو میزد و هفته ای دو بار هم رخت میشست. از اصول زندگیش یکی هم نظافت بود. رختشویی حمام مسواک. به خورد و خوراک چندان اهمیت نمیداد. نهار را در کافتریای کالج میخورد و جز این کم پیش میآمد که یک وعده غذای کامل بخورد. وقتی میدید گرسنه شده از سوپر محل یک دانه سیب می خرید یا کمی سبزیجات. گاهی یک تکه نان خالی می جوید و روش هم شیر را با قوطی سر می کشید. وقت خواب که میشد یک تهلیوان ویسکی بالا می انداخت. انگار دارو باشد. وقت یارش بود که آنچنان اهل مشروب نبود. و کمکی الکل بسش بود تا خوابش کند. هیچ وقت خواب نمیدید. اگر هم میدید اگر هم تصویرهایی خوابگونه از لبه ذهنش بالا میکشیدند روی شیبهای لغزنده ناخداگاهش جایی بند نمیشدند تندی سر میخوردند و درون خلع فرو می قلتیدند. دلیلش روشن بود که چرا مرگ دور سکر و تازاکی این چنین چنبره زده بود. یک روز هر چهار دوست سمیمیش، هر چهار دوستی که سالها بود می خبر دادند که دیگر نمی ببینندش، نه با او حرف بزنند هیچ وقت خبری بود ناگهانی و قاطع بی اینکه راهی برای آشتی باز بگذارند برای چنین خبر تند ناگواری حتی یک کلمه توضیح هم ندادند سکرو هم جرأت نکرد از آنها توضیح بخواهد دوستیش با این چهار نفر به سالهای دبیرستان باز میگشت. هرچند وقت قطع رابطه مدتی بود که سوکورو از شهرش رفته بود و در توکیو درس می خاند. این بود که بریده شدنش از این جمع تأثیر منفی مستقیمی روی زندگی روزمرهش نداشت. بنا نبود در خیابان با آنها سینه به سینه بشود که وضع ناجور و معذب کننده پیش بیاید. ولی این حرف ها را میزد تا سر خودش را شیره بمالد. چون از قضا به دلیل همین دوری دردش حادتر بود و زمینگیر کننده تر. جدایی و تنهایی سیمی شده بود که انگار با چرخیدن دستگیری قولاسا به طول صدها مایل تا مرز پارگی کش آمده و به واسطه چنین سیم کش ای روز و شب پیام های نامفهوم می گرفت که مثل تند باد بلای درخت ها کم و زیاد می شد. بریده بریده به او می رسید و گوشش را می گزید. هر پنج نفر در دبیرستانی دولتی در حومه شهر ناگویا همکلاسی بودند. سه پسر و دو دختر. دوستیشان از تعطیلات تابستانی سال اول شروع شده بود در طول کلاس‌های داوطلبی مشترک از سال دوم به بعد دیگر هیچ وقت پیش نیامد که در یک کلاس با هم باشند ولی جمع صمیمیشان دست نخورد کار داوطلبانه ای که دوستیشان را شکل داده بود بخشی از برنامه تابستانی تعلیمات اجتماعیشان بود ولی پس از پایان آن دوره هم کارهای داوطلبی را ول نکرده بودند جز این کارهای داوطلبی روزهای تعطیل با هم پیاده روی هم می کردند. تنیس بازی می کردند. لب ساحل شبه جزیره چیتا تنی به آب می زدند یا همگی به خانه یکی می رفتند و برای امتحانات درس می خواندند. غیر این وقتها و البته بیش از هر کار دیگری فقط یک جا جمع می شدند و ساعتها با هم حرف می زدند. به هم که می رسیدند حرف خاصی برای زدن نداشتند. ولی هیچ وقت هم حرف کم نمی آوردند. آشناییشان با هم تصادف محض بود. چندین و چند فرصت برای کار داوطلبی بود که امکان داشت هر کدامشان یکی از آنها را انتخاب کند. ولی هر پنج تایشان و هر کسی جدا جدا تدریس در کلاس های فوق برنامه دانش آموزان دوره ابتدایی را انتخاب کرده بود. شاگرد هایی که بیشترشان زیر بار نرفته بودند در مدرسه معمولی درس بخوانند. این برنامه را کلیسای کاتولیک برگزار می کرد و از بین سی و پنج شاگرد کلاس اول دبیرستان فقط همین پنجتا تا انتخابش کرده بودند. آنها در اردوی مقدماتی سه که خارج ناگویا برگزار شد شرکت کردند و با بچه ها دوست شدند. وقت استراحت پنجتایی دور هم جمع می شدند و حرف می زدند. کم کم همدیگر را بهتر شناختند. فکرهای خود را با هم در میان گذاشتند و فارغ و بیدقدقه از آرزوهایشان برای هم گفتند و از مشکلاتشان. اردوی تابستانی که تمام شد هر کدامشان حس می کرد همان است که باید باشد و دوستانی از این بهتر گیرش نمی آید. همدلی منحصر به فردی بینشان شکل گرفت. هر کدامشان به آن چهارتای دیگر نیازمند شد و عوضش این حس مشترک را که بقیه هم به او نیاز دارند درک کرد. تمام این همگرایی مثل یک واکنش شیمیایی موفقیت آمیز ولی کاملا تصادفی بود. اتفاقی که ممکن است تنها یک بار رخ بدهد ممکن است یک بار دیگر همان ملات و مواد را کنار هم بگذاری همه چیز را مثل دفعه پیش بچینی ولی هیچ وقت نتوانی نتیجه قبلی را تکرار کنی بعد آن دوره کم و بیش ماهی دو بار آخر هفته ها به کارهای فوق برنامه ادامه دادند به بچه ها درس میدادند برایشان کتاب میخواندند با آنها بازی میکردند چمنها را میزدند ساختمانها را رنگ میکردند وسایل زمین بازی را تعمیر میکردند دو سال دیگر هم از همین جنس کارها انجام دادند تا دبیرستان تمام شد. فقط یک چیز اذیتشان می کرد. تعدادشان فرد بود. سه پسر و دو دختر. اگر دو تا از پسرها با دو تا از دخترها جفت می شدند، یک پسر تک می افتاد. قاعدتا این احتمال همیشه باید مثل ابری پرپشت بالای سرشان معلق باشد. ولی هیچ وقت نه چنین اتفاقی افتاد نه حتی یک لحظه محتمل به نظر رسید. شاید از سر تصادف هر پنجتا از خانواده هایی بودند هوم نشین و بالاتر از طبقه متوسط. والدینشان از نسل دوره انفجار جمعیت بعد از جنگ جهانی دوم بودند. پدرها همه شغل درست و حسابی داشتند. پای تحصیل بچه هاشان که وسط بود از هیچ هزینه‌ای فروگذار نمی کردند. خانواده هاشان دست کم در سطح آرام و باثبات بودند. پدر و مادر هیچ کدامشان طلاق نگرفته بودند و بیشتر مادرها خانهدار بودند دبیرستانی که میرفتند روی تحصیل و آموزش بسیار سختگیری داشت و برای همین همگی نمره های خوبی می گرفتند. سرجم در محیط روزمره شباهت هایشان خیلی بیشتر از تفاوت هایشان بود. و البته جز سکر و تازاکی باقی آنها اشتراک کوچک و تصادفی دیگری هم داشتند. در نام خانوادگی هر چهارتای آنها اسم یک رنگ بود. نام خانوادگی یکی از پسرها آکاماتسو بود به معنی کاج قرمز و یکی اومی به معنی دریای آبی. نام خانوادگی دخترها هم شیرانه بود به معنای ریشه سفید و کرونو مزرعه سیاه. تازاکی تنها نامی بود که اسم هیچ رنگی در خود نداشت و از همان اول کاری کرده بود که سکرو به فهمی نفهمی خودش را تک ببیند. البته سکرو میدانست که بود و نبود رنگ در نام خانوادگی در شخصیت آدم نقشی ندارد ولی به هر حال حالش گرفته بود و خودش هم از اینکه که میدید حالش گرفته جا خورده بود. طولی نکشید که آن چهارتا روی هم اسمهای خودمانی گذاشتند. پسرها شدند آکا قرمز، آو آبی دخترها شیرو سفید و کرو سیاه. ولی سکرو سکرو ماند. خیلی وقت ها می که با خودش می گفت چه معرکه می اگر من هم توی اسمم رنگ داشتم. آن وقت مولای درز هیچ چیز نمی رفت. بهترین نمره ها را آکا می آورد. هیچ وقت نمی دیدی سخت درس بخواند ولی در تک تک درس ها سرامد کلاس بود. با این حال هیچ وقت پوز نمره هایش را نمیداد. دوست داشت بی سر صدا برود و بیاید انگار از این همه هوش شرمنده باشد. ولی مثل اغلب آدم های قد کوتاه قدش از یک و شست بلندتر نشد. وقتی سر موضوعی هر قطر هم جزئی تصمیمش را می گرفت دیگر محال بود کوتاه بیاید. مقررات غیر منطقی و معلم که با معیارهای سخت گیرانش جور در نمی آمدن، آزارش می دادند. از باختن نفرت داشت. هر بار در تنیس می باخت حالش گرفته می شد. بروز نمیداد. اخم و تخم هم نمی کرد ولی یک جور غیر عادی ساکت می شد. چهار تا دوستش برایش دست می گرفتند و آنقدر سر به سرش می گذاشتند تا آکا بالاخره کم می آورد و خندهش می گرفت. پدرش استاد اقتصاد دانشگاه ناگویا بود. آف خوشقد و بالا بود. چارشانه با سینه پر و پیشانی بلند و لب و دهانی گیرا و دماغی با ابهت نوک حمله تیم راگبی بود و سالهای آخر کاپیتان هم شده بود توی زمین بازی خودش را به آب و آتش میزد و مدام زخم و زیلی میشد در چسبیدن به کاری و درس خواندن چندان موفق نبود ولی آدم سرخوشی بود و بین همکلاسی‌هایش هایش محبوبیت فراوانی داشت. یک راست توی چشم آدم ها نگاه می کرد. با صدایی روشن و پر انرژی حرف می زد و اشتهای شگفتانگیزی داشت. انگار از هر چیزی که جلوش می لذت می برد. اسم و قیافه آدم ها را زود به یاد می و کم می پشت سر کسی حرفی بزند. شنونده خوبی بود و رهبری مادرزاد. سکرو هیچ وقت یادش نمیرفت که پیش از هر بازی آو بچه های تیم را جمع میکرد و به آنها روحیه میداد. داد. می قورید. خوب گوش کنید. میخوایم ببریم. سوال فقط اینه که چطوری و چند چند. باختن تو کار ما نیست. شنیدین؟ باختن تو کار ما نیست. بچه های تیم فریاد می زدن. باختن تو کار ما نیست. و می دویدن توی زمین. با این حال تیم راگبی دبیرستان تیم چندان موفقی نبود. آو زبر و زرنگ و تنومند بود ولی تیمش معمولی بود و اغلب در بازی با تیم های مدرسه های خصوصی که بازیکن های بورسیه دار و گلچین از سراسر کشور داشتند می به دوستاش می مهم اراده بردنه توی دنیای واقعی که همیشه نمیشه برد یه وقت میبری یه وقت میبازی کورو با لحن متلکامیز همیشه گشت میگفت یه وقتم بازی به خاطر بارون عقب میافته. آو با اخم و تخم سرتکان میداد که نه راگبی رو با بسکتبال و تنیس قاطی نکن راگبی هیچ وقت به خاطر بارون عقب نمیافته. شیرو جا میخورد و میپرسید یعنی زیر بارونم بازی میکنی؟ او از ورزش تقریبا هیچ نمیدانست و علاقهش هم به ورزش در حد صفر بود. آکا جدی می گفت بله هر قدرم بارون بیاد مسابقه راگبی هیچ وقت به هم نمیخوره. برای همینه که هر سال توی مسابقه ها کلی بازیکن غرق میشن. شن. شیرو می گفت اوه اوه چه ترسناک کورو با لحن دلزده زده میگفت خر نشو داره سر به سرت میذاره آو پی حرفش را میگرفت حرف من اینه که اگه راستی راستی ورزش کاری باید یاد بگیری که چطور بازنده خوبی باشی کورو میگفت تو هم که واقعا هر روز حسابین و تمرین میکنی شیرو باریک و قد بلند بود. هیکل مدل ها را داشت و صورت دلپذیر عروسک های سنتی ژاپنی را. موهای سیاه بلندش ابریشمی بود و برق میزد. بیشتر آدم هایی که توی خیابان از کنارش میگذشتند برمیگشتند و دوباره نگاهش میکردند. ولی به نظر می رسید شیرو از زیباییش خجالت می کشد. دختری جدی بود و از هیچ چیز بیشتر از اینکه توجه آدم ها را جلب کند بدش نمی آمد. پیانیست زبردستی بود ولی هیچ وقت برای کسی که نمی شناخت نمی نواخت. اوج خوشیش وقتی بود که بعد مدرسه به بچه ها پیانو درس میداد. شیرو می گفت خیلی از بچه ها ممکن است در درس و مشق معمول مدرسه موفق نباشند ولی استعدادی ذاتی برای موسیقی دارند و خیلی حیف است اگر نتوانند شکوفایش کنند. پیانوی مدرسه از آن پیانوهای دیواری کهنه بود که میشد کم و بیش اسم عتیقه رویش گذاشت. برای همین پنج نفری راه افتادند دنبال جمع کردن پول برای خریدن پیانوی تازه. در طول تعطیلات تابستان کارهای نیمه وقت گرفتند. و مدیران یک شرکت سازنده سازهای موسیقی را هم مجاب کردند که در این راه کمکشان کنند. در بهار سال دوم سرسختیشان سرانجام جواب داد و نتیجهش این شد که توانستند یک پیانوی گراند برای مدرسه بخرند. این کارشان توجه عموم را جلب کرد و حتی در یکی از روزنامه ها هم گزارشی دربارش چاپ شد. شیرو معمولا ساکت بود ولی بس که عاشق حیوانها بود تا حرف سگ و گربه میشد گل از گلش میشه شکفت و به حرف می افتاد. آرزویش این بود که دامپزشک شود. گرچه سوکورو هیچ وقت نمی توانست شیرو را مجسم کند که با چاقوی کوچک جراحی شکم یک لابرادور شکاری را می شکافت یا دستش را در شکم یک اسب می کند و اگر به دانشکده دامپزشکی می رفت این دقیقا کاری بود که باید یاد می گرفت. پدر شیرو در ناگویا کلینیک زنان و زایمان داشت. کورو زیبا نبود ولی دختری بود پرشور و شر جذاب و همیشه کنجکاو استخانبندی درشت و هیکل پری داشت دختری بود روی پای خود و سرسخت ذهنش درست مثل زبانش تند کار میکرد در درسهای علوم انسانی موفق بود ولی در ریاضی و فیزیک وضع خرابی داشت. پدرش در ناگویا شرکت حسابداری داشت ولی از محالات بود که کرو بتواند زمانی کمک دستش شود. سکرو اغلب در تکالیف ریاضی به کرو کمک می کرد. اگر پاش می هیچکس هیچ کس از نیش و کنایه های کرو در امان نبود. ولی تنز منحصر به فرد و نیرو بخشی داشت و حرف زدن با او سکرو را سر ذوق می آورد و برایش لذت بخش بود. کتابخانه حرفه بود و همیشه زیر بغلش کتاب میدیدی. شیرو و کورو سال اول دبیرستان هم کلاسی بودند. و پیش از شکلگیری حلقه دوستی پنج نفره هم با هم دوست بودند این دو کنار هم تصویری فوق العاده می ساختند ترکیبی منحصر به فرد و دلنگیز از یک هنرمند زیبای خجالتی و یک شوخ حاضر جواب سکر و تازاکی تنها آدم این گروه بود که هیچ ویژگی بخصوصی نداشت. نمره هایش کمی بالاتر از متوسط بود. به تحصیلات دانشگاهی علاقه خاصی نداشت. با این حال سر کلاس خوب حواسش را جمع می‌کرد تا بعد زیاد تمرین و مرور نخواهد. از بچگی سر کلاس همین عادت را داشت برایش چیزی بود مثل دست شستن پیش از غذا و مسواک کردن بعد از غذا برای همین هیچ وقت نمره های درخشان نمی گرفت ولی همیشه هم به راحتی قبول میشد پدر و مادرش هم که می دیدند نمره هایش خوب است هیچ وقت با کلاس تقویتی و معلم خصوصی اذیتش نمی کردند. ورزش کردن و نکردن برایش مهم نبود. هیچ وقت دلش نخواسته بود عضو تیمی بشود. گهگاه با خانواده یا دوستهایش تنیس بازی می کرد یا اسکی و شنا می رفت در همین حد. کم و بیش خوش قیافه بود. و گاهی هم آدم ها این را بهش می گفتند. ولی در اصل منظورشان این بود که قیافش ایرادی ندارد که بشود رویش انگشت گذاشت. گاهی وقتی به صورتش در آینه نگاه می کرد، ملالی چار ناپذیر می دید. هیچ علاقه عمیقی به هنر نداشت. نه سرگرمی خاصی داشت نه مهارت خاصی در هر صورت کم و بیش کم حرف بود زود سرخ میشد و جلوی آدمهایی که تازه میدید راحت نبود اگر زور میزدی تا ویژگی خاصی از زندگیش بیرون بکشی میشد روی این انگشت گذاشت که میان این پنج دوست خانواده او از همه پولدارتر بود. یکی از خاله هایش هم هنرپیشه بود. نه از آن ستاره های سینما. ولی به فهمی نفهمی داشت اسم در می کرد. اما وقتی پای شخص سکرو وسط می آمد، حتی یک خصوصیت نداشت که ارزش حرف زدن دربارهش یا پوز دادنش به دیگران را داشته باشد. دست کم خودش خودش را اینجوری میدید. همه چیزش میان مایه بی بو بی خاصیت و بی رنگ بود. تنها علاقه واقعیش ایسگاه های قطار بود. نمیدانست چرا ولی تا جایی که یادش میآمد همیشه عاشق تماشای ایستگاه های قطار بود ایستگاه ها همیشه برایش جاذبه داشتند ایستگاه های عظیم قطار های تند رو ایستگاه های نقلی و تک ریلی بیرون شهری ایستگاه های سر و ساده قطار های باری. مهم نبود چه جور ایستگاهی همین که ایستگاه قطار بود سکر و عاشقش بود همه چیز ایستگاه ها شگفت زده می مثل بیشتر پسر بچه ها از سر هم کردن مدل های ریل و قطار لذت میبرد. ولی چیزی که واقعا مجذوبش میکرد نه لوکوموتیوها ها و واگن های پر کاری بود نه ریل های قطار که با زرافت همدیگر را قطع می کردند و نه مناظر پیرامونشان که طراحی هنرمندانه ای داشتند هیچ کدام اینها نبود بلکه فقط مجذوب ایستگاه های معمولی بود که لا بلای قطعه های دیگر جا می گرفتند مثل چیزهایی که اول به فکر آدم نرسند و بعد تر برسند پای این مدل ها که می نشست عاشق این بود که رد شدن قطارها از ایستگاه یا کم کردن سرعت و توقفشان توی ایستگاه را تماشا کند مجسم می کرد مسافرها را که سوار و پیاده می شدند. اعلان بلندگوها، زنگ ایستگاه پیش از حرکت قطار و کارمندهای ایستگاه که فرز و چابک کارشان را می کردند. واقعیت و خیال در ذهنش در هم میامیخت و گاهی از هیجانشان مورمورش میشد. ولی هیچ وقت نمیتوانست به آدم ها درست توضیح بدهد که چرا این همه شیفته ایسگاه های قطار است. حتی اگر می توانست هم میدانست آنها با خودشان میگویند چه بچه عجیب و غریبی. حتی گاهی خودش هم توی فکر می رفت که نکند مشکلی، ایرادی، چیزی دارد. با اینکه شخصیتش توی چشم نبود و هیچ جور ویژگی نداشت که نگاه ها به سمتش بچرخد و با اینکه همیشه حد وسط را نگه می داشت ولی باز یک چیزی داشت یا به نظر می رسید دارد که عادی نبود. و او را از بقیه جدا می کرد. این تناقض از بچگی تا همین حالا که سی و شش سالش شده بود همچنان گیجش کرده بود. این گیجی گاهی کمرنگ بود و گاهی عمیق و دور و دراز. سکرو گاهی هرچه زور میزد نمیفهمید چطور جزء این جمع پنج نفر است؟ آیا بقیه واقعا به او احتیاج داشتند؟ آیا اگر نبود راحتتر نبودند و خوشتر نمی گذراندند؟ شاید مسئله فقط این بود که آنها هنوز این نکته را نفهمیده بودند و صرفا وقت بیشتری لازم بود. هرچه بیشتر به این سوال فکر می کرد کمتر می فهمید. تلاش برای درک ارزشش برای این جمع مثل تلاش برای وزن کردن چیزی بود که معیار واحد نداشته باشد. اقربه ترازو روی هیچ عددی نمی ایستد. ولی انگاران چهارتای دیگر هیچ کدام این دقدقه ها را نداشتند. سکرو می دید وقتی پنج تایی دور هم جمع می شوند به آن چهارتا واقعا خوش می گذرد. مثل یک پنج زلی متساوی الازلا لازم بود گروهشان دقیقا پنج نفره باشد. بیشتر و کمتر اصلا جواب نمی داد. همه اشان مطمئن بودند که درستش همین است و طبیعتا سکر و خوشحال بود و مغرور از اینکه یک زل ضروری این پنج زلی به حساب می آید عاشق هر چهار دوستش بود عاشق حس تعلق خاطری بود که وقت بودن با آنها پیدا می کرد. مثل نهالی که مواد مغذی را از خواب جذب کند سکروی نوجوان از این گروه تقضیه می کرد. از آن مثل غذایی ضروری برای رشد استفاده می کرد و باقی مانده را به عنوان منبع گرمای استراری درونش نگه می داشت. با این همه حراس مستمر و عذاب آوری داشت از اینکه روزی از این جمع صمیمی بیرون بیفتد یا به زور بیرونش کنند و تنها بماند استراب مثل سنگی کج و کوله و بچگون که با پس رفتن موجها پدیدار بشود هی سرک میکشید ترس از اینکه از گروه جدا بیفتد و کارش به تنهایی بکشد سارا کیموتو پرسید پس واقعا از بچگی اینقدر از ایستگاه قطار خوشت میومد اومد؟ سکرو محتاطانه به تایید سری تکان داد. هیچ دلش نمیخواست سارا او را یکی از این خوره های اوتاکویی ببیند که سکرو سر کارش در اداره مهندسی می شناخت. از آن آدم هایی که جز کار فکر و ذکر دیگری ندارند. با این حال اینجوری که گفتگو داشت پیش می رفت هیچ بعید نبود که سارا آخرش درست به همین نتیجه برسد. سکرو اعتراف کنان گفت آره از وقتی بچه بودم عاشق ایسگاه های قطار بودم. سارا گفت معلومه که زندگیت روی یه خط صاف گذشته. به نظر می رسید موضوع برای سارا جالب است و البته سکرو در لحن او هیچ حس منفی نمی دید. خودمم نمیفهمم چرا بین این همه چیز عاشق ایستگاه قطار بودم. سارا لبخند زد. خب قرار بوده شغلت بشه دیگه. سکرو گفت شاید. سکرو از خودش پرسید چطور شده حرف به اینجا رسیده. ماجرا خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود و او دلش میخواست از خاطراتش حذفش کند. ولی به هر دلیل ممکن سارا خواسته بود از دوران دبیرستان او بیشتر بداند. از اینکه آن روزها چه جور شاگردی بوده و چه کارهایی می کرده. و تا سکر رو به خودش بیاید دیده بود که دارد از حلقه سمیمی پنج نفرهشان حرف میزند. از آن چهار تا آدم رنگی و سکر و تازاکی بیرنگ. با سارا در کافه بیرون ابیسو بود. در رستوران سنتی کوچکی که سارا می شناخت میز شام رزرو کرده بودند. ولی چون سارا دیر ناهار خورده بود و گرسنه نبود رزروشان را لغو کرده بودند و در عوض آمده بودند اینجا که کوکتل بنوشند. سکرو هم گرسنه نبود و مهم نبود که از خیر شام بگذرد. کلا اهل خورد و خوراک نبود. کارش با کمی پنیر و یک مشت آجیل توی کافه راه میافتاد. سارا دو سال بزرگتر از سکرو بود و در یک آژانس مسافرتی بزرگ کار میکرد. تخصصش تورهای خارج از کشور بود و خودش هم زیاد سفرهای خارجی می رفت. سکرو شغلش همین بود که برای یک شرکت راهن کار می کرد. در بخشی که کارش نظارت بر نقشه ایسگاه های قطار محدوده غربی کانتو در بیرون توکیو بود. به این ترتیب با اینکه کارهایشان ربط مستقیمی به هم نداشت اما از یک نظر هر دو درگیر صنعت حمل و نقل بودند آنها در مهمانی خانه نوساز رئیس سوکورو با هم آشنا شده بودند و آدرس ایمیل رد و بدل کرده بودند این چهارمین باری بود که همدیگر را میدیدند در دیدار سومشان بعد از شام طی فرایندی که پیشرفتی طبیعی در رابطه به نظر می رسید به آپارتمان سگرو برگشته بودند و شب را با هم گذرانده بودند. امروز یک هفته از آن شب گذشته بود. مرحله ظریف در رابطه نورسشان. اگر بعد از این باز هم دیگر را می دیدن، شکی نبود که همه چیز جدی تر می شود. سوکرو سی و شش سالش بود، سارا 38 سال و پیدا بود که این رابطه دیگر از جنس عشق و عاشقی های دبیرستانی نیست. سوکرو از همان بار اول از ظاهر سارا خوشش آمده بود. سارا با تعریف های از زیبایی زیبا به حساب نمی آمد. های برجسته گونش او را سرسخت نشان میداد و دماغش باریک و نکتیز بود. ولی صورتش حال و هوایی زنده و سرحال داشت که چشم سکرو را گرفته بود. چشم‌های باریکی داشت ولی وقتی واقعا به چیزی نگاه می‌کرد، یک بار درشت می‌شدند. دو تا چشم سیاه که هیچ وقت خجالتی نبودند و سرشار بودند از کنجکاوی. یک جایی از تن سکرو که در حالت عادی حواسش به آن نبود، به شدت حساس بود. جایی در طول مهره های پشتش. روی این نقطه نرم و ظریف پشت که دستش به آن نمی رسید معمولا با چیزی پوشیده بود و به همین دلیل چشم عادی آن را نمی دید. ولی وقتی به هر دلیل آن نقطه آشکار می شد و انگشت کسی می فشردش، چیزی درونش تکان می خورد. ماده به خصوصی می میشد و جریان خونش آن را نرم و آهسته به سراسر تنش میبرد این محرک مخصوص که هم حس فیزیکی بود هم ذهنی تصویرهای واضحی در ذهنش خلق می گرد. اولین باری که سارا را دید حس کرد انگشتی ناشناس دراز می شود و با قدرت این ماشه را می کشد. روز آشناییشان مدتی طولانی حرف زدند. با این حال سوکرو چیز زیادی از حرفهایشان را به خاطر نمی آورد. چیزی که به خاطر می آورد حسی ویژه در های پشتش بود و هیجانی توصیف نشدنی که به ذهن و جانش بخشیده بود. جایی از وجودش آسوده و رها شده و جای دیگر کیپ و محکم بسته شده بود. یک چنین حسی بود ولی چه معنایی داشت؟ سکرو چندین روز فکر کرد ولی اصولا در فکر کردن به امور انتظاعی مهارت نداشت. برای همین به سارا ایمیل زد و او را به شام دعوت کرد. مصمم بود که معنای این حس و این احساس را بفهمد. همانقدر که از قیافه سارا خوشش میآمد سر و وضعش را هم دوست داشت لباسهاش همیشه ساده بودند و سنگین اما قشنگ و دلپذیر و کاملا به او آمدند. با این حال سکور و خوب می دانست برای چنین سر و وزعه ظاهرا سادهای وقت زیادی گذاشته شده و ارزان هم در نیامده زینتالات و آرایشش هم کم بود ولی حساب شده و با زرافت. سکرو خودش سر لباس پوشیدن چندان وسواس نداشت ولی همیشه از مشاهده زنهای خوشپوش لذت میبرد درست به اندازه شنیدن یک قطعه موسیقی زیبا دو تا خواهر بزرگش عاشق لباس بودند. جوانتر که بودند پیش از اینکه سر قرارشان بروند اول می آمدند سراغ سکرو تا بپرسند نظرش درباره ریختشان چیست. سکرو نمیدانست چرا؟ ولی آنها موضوع را خیلی جدی می گرفتند. میپرسیدند: خب، بگو ببینم خوب شدم؟ اینا خوب به هم میان؟ و او نظرش را رک و راست از دید یک پسر می گفت. نظرش را قبول داشتند که باعث خوشحالیش بود و طولی نکشید که این برایش عادت شد. سکرو همانطور که مشروبش را لب میزد به سارا نگاه کرد. سارا در هر حال پنج سال جوانتر از سنش به نظر می رسید. با پوست سفید یک دست. سکرو از اینکه سارا نزدیک او بود احساس آرامش می کرد. ولی همش همین نبود. سکرو کاملا آگاه بود که چیز بیشتری وجود دارد. رابطه فیزیکی فقط یک حلقه ارتباط بود. ارتباطی بین یک آدم با آدمی دیگر. چیزی میگیری و باید چیزی هم بدهی. سکرو پرسید دوران دبیرستان خودت چطوری بود؟ سارا سرتکان داد. دوست ندارم ازش حرف بزنم. کم و بیش حوصله سربر بود. یه وقتی برات تعریف میکنم ولی الان نه. الان دوست دارم از تو بدونم. محفل پنج نفرتون به کجا رسید؟ سکرو یک مشت آجیل برداشت و چند تایی توی دهانش انداخت. چند تا قانون ناگفته بینمون داشتیم. یکیش این بود که تا جایی که میشه همه کارا رو با هم بکنیم. پنج نفری. مثلا سعی می کردیم دو نفر دو نفر جایی نریم. وگرنه هول برمون می داشت که نکنه جمعمون داره از هم می پاشه. در اصطلاح فیزیک باید مثل یک واحد رو به مرکز می بودیم. نمیدونم چطوری بگم همه زور خودمون می رو میزدیم که جمعمون رو هماهنگ و منضبط نگه داریم. سارا با لحنی به وضوح قافلگیر گفت جمع هماهنگ منضبط رو کمی رنگ به رنگ شد بچه دبیرستانی بودیم دیگه کلی فکرای عجیب و غریب توی کله هامون بود سارا با اشتیاق به رو نگاه می کرد سرش را یکی دو درجه کچ کرد به نظر من که عجیب غریب نبوده ولی اصلا هدف این جمع چی بود؟ هدف اصلی گفتم که همین بود که اصرا توی مدرسه کار کنیم. هدف کلی همیشه همین بود. ولی با گذشت زمان خود همین جمع بودن هم یکی دیگه از هدف هامون شد. یعنی همین که جمعتون جمع بمونه؟ جمع آره فکر کنم. سارا چشمهایش را مثل خطی نازک باریک کرد. مثل کائنات سکرو گفت کائنات رو نمیدونم ولی قضیه برای ما خیلی مهم بود. باید اون کشش خاصی رو که بینمون پا گرفته بود حفظ می کردی. مثل وقتی بخوای حواستو به یک کبریت روشن بدی تا توی باد خاموش نشه. کشش نیرویی که اتفاقی در لحظه جمع شده بود یه چیزی که هیچ وقت نمیتونست دوباره به وجود بیاد مثل بیگ بنگ سکرو گفت نمیدونم شاید سارا جرعه ای از محیطویش را خورد و از چند زاویه به برگ نعنای توی لیوانش نگاه کرد. گفت من مدرسه خصوصی دخترونه می رفتم. برای همین درکی از این جور جمعای مختلط مدرسه های دولتی ندارم. اصلا نمیتونم شکل این چیزی که حرفش رو میزنی تصور کنم. خب یعنی پس برای اینکه جمعتون از هم نپاشه همه سعیتون رو کردین که دست از پا خطا نکنید. اینجوری بوده؟ دست از پا خطا نکنیم نمیدونم تعبیر درستیه یا نه. هیچ چیز اینقدر را جدی نبود. ولی آره مواظب بودیم رابطه هامون با جنس مخالف رو سر جای درستش نگه داریم. سارا گفت ولی هیچ وقت حرفش رو سکو رو به تایید سرتکان داد. نه چیزی نمی گفتی. اینجوری نبود که قانون و قراری گذاشته باشی. خود تو چی؟ تو هم که تمام مدت باهاشون بودی به شیرو و کرو میلی نداشتی؟ از این چیزایی که برام گفتی معلومه که کمم جذاب نبودن. هر کدومشون یه جوری جذاب بودن. دروغه اگه بگم بهشون میلی نداشتم ولی تا جایی که میشد سعی میکردم اونجوری بهشون فکر نکنم. تا جایی که میشد؟ سوکورو گفت تا جایی که میشد. حس کرد گونه هاش دوباره دارن سرخ میشوند. یه وقتایی هم که نمیتونستم بهشون فکر نکنم همیشه سعی می کردم هر دوشونو یه چیز دوتایی ببینم. یه چیز دوتایی؟ سکر رو مکس کرد. دنبال کلمه درست گشت. راستش نمیتونم درست توضیحش بدم. به چشم یه موجود تخیلی بهشون فکر میکردم. مثل یک موجود بیشکل انتظایی. سارا انگار تحت تاثیر قرار گرفته بود. به این حرف فکر کرد. انگار خواست چیزی بگوید ولی بعد بهتر دید نگوید. بعد از مدتی پی حرف را گرفت. پس بعدش که دبیرستان تموم شد از ناگویا رفتی به کالجی توی توکیو آره؟ سکرو گفت آره از اون موقع تا حالا هم توی توکیو زندگی کردم. اون چارتای دیگه چی؟ اونا توی همون ناگویا موندن و ادامه تحصیل دادن. آکا توی دانشگاه ناگویا اقتصاد خوند همون جایی که پدرش درس میداد. کرو رفت به یک کالج خصوصی دخترانه که گروه زبان انگلیسیش معروف بود. آو توی یک کالج خصوصی علوم بازرگانی خوند که تیم راگبی معروفی هم داشت. به حساب توانایی های ورزشیش قبول شد. شیرو هم بالاخره کوتاه اومد و بی خیال دام پزشکی شد و رفت توی مدرسه موسیقی پیانو خوند. هر چهارتا کالج نزدیک خونه هاشون بودن. هر روز بعد از کلاسا می رفتن خونه. من تنها کسی بودم که اومدم توکیو و مهندسی خوندم. چرا خواستی بیای توکیو؟ راستش دلیلش ساده بود. توی دانشگاه هم استادی بود که تخصص طراحی و ساخت ایستگاه راهن داشت. ساخت ایستگاه راهن یک حوزه تخصصیه. سازه هاش با بقیه ها فرق میکنه. برای همین اگه به دانشکده مهندسی معمولی میرفتم و مهندسی راه و ساختمان می خوندم بازم به کارم نمیومد. لازم بود با یه متخصص درس بخونم. سارا گفت هدف روشن و آماده زندگی رو ساده میکنه. سکر رو موافق بود. پس ببینم اون چهارتای های دیگه برای این توی ناگویا موندن که نمیخواستن جمع قشنگشون از هم بپاشه؟ سال آخر دبیرستان که بودیم درباره این که میخوایم کجا کالج بریم حرف میزدیم. جز من همشون برنامه داشتن که توی ناگویا بمونن و همونجا کالج برن. روک و راست نمی ولی معلوم بود انگیزشون اینه که جمع و سر پا نگه دارن. آکا با نمره هایی که داشت خیلی ساده میتوانست در جای درجه یکی مثل دانشگاه توکیو قبول شود. پدر و مادر و معلم هم اصرار داشتند که امتحان کند. مهارت های ورزشی آو هم میتوانست راهش را به دانشگاهی معروف باز کند. شخصیت کورو هم مناسب سبک زندگی پیچیده تر و حیجان انگیز تر روشنفکرانه ای بود که احتمال داشت در محیطی چند ملیتی تر پیدا کند. و برای همین باید به یکی از دانشگاه های خصوصی توکیو میرفت. ناگویا شهر بزرگی است ولی از نظر فرهنگی بیشتر محلی و شهرستانی است. آخرش هر چهار تا تصمیم گرفتند در ناگویا بمانند و به کالج های رضایت دادند بسیار کم شهرت تر از جاهایی که در آنها قبول میشدند. شیرو تنها کسی بود که حتی اگر چنین گروهی هم وجود نمی داشت باز هیچ وقت از ناگویا بیرون نمی رفت. او از آن آدم ها نبود که سر خود به دنبال محیطی مهیج تر دل به دریا بزند. سکرو گفت وقتی از من پرسیدن چه برنامه ای دارم گفتم هنوز تصمیم نگرفتم. ولی در واقع تصمیم گرفته بودم توی توکیو درس بخونم. میخوام بگم اگه مجبور بودم پیش اونا بمونم اگه واقعا میتونستم همونجا توی ناگویا بمونم و با دل نیمه چرکین توی یه کالج معمولی درس بخونم واقعا این کار رو میکردم. اتفاقا از خیلی نظرها خیلی هم ساده تر بود. راستش خانواده خودمم هم همین امید و داشتن. کم و بیش انتظار داشتن که بعد کالجم برم تو شرکت پدرم و کار رو دست بگیرم. ولی من حتم داشتم که اگر به توکیو نرم به شدت پشیمون میشم. میدیدم چاره ای ندارم جز این که با اون استاد دانشگاه درس بخونم. سارا گفت معقوله. اون وقت بعد که تصمیم گرفتی به توکیو بری واکنش بقیه چطور بود؟ نمیدونم احساس واقعیشون چی بود ولی تقریبا مطمئنم که توی ذوقشون خورد. با نبودن من توی این معادله بخشی از اتحادی که همیشه داشتیم از بین میرفت. اون کشش هم همینجور. به یه چیز دیگه تبدیل میشد. تا حدی. با این حال وقتی دوستهایش فهمیدند که سوکورو چقدر عزمش را برای رفتن جزم کرده جلویش را نگرفتند در واقع تشویقش هم کردند تا توکیو با قطار تند رو یک ساعت و نیم بیشتر راه نبود هر وقت میخواست میتوانست برگردد مگر نه کم و بیش سر به سرش هم گذاشتند و گفتند که به هر حال اصلا از کجا معلوم که اولین انتخابت را برای دانشگاه قبول بشوی. اگر میخواست در آزمون ورودی دانشگاه رد نشود معنیش این بود که پاشنه ها را ور بکشد و جوری درس بخواند که تا آن موقع هیچ وقت نخوانده بود. سارا پرسید خب بعد که دبیرستان رو تموم کردین جمعتون چطور شد؟ اولش همه چیز خوب بود. هر وقت کلاس ها تعطیل می شد برمیگشتم ناگویا. هم تعطیلات بهار و پاییز هم تعطیلات تابستون و سال نو. و تا جایی که میشد وقتم رو با بقیه میگذروندم. مثل همیشه گرم و صمیمی بودیم و خوب پیش میرفتیم. هر وقت به ناگویا برمیگشت هم سوکورو و هم دوستهایش کلی حرف داشتند بزنند تا از قصه ها عقب نمانند. بعد از رفتنش از ناگویا آن چهارتای دیگر همچنان با هم بودند. ولی وقتی سوکورو برمیگشت باز میشدند همان جمع پنج نفره. آن چهارتا برش میگرداندند توی جمع خودشان انگار هیچ فاصله ای در زمان اتفاق نیفتاده باشد. دست کم سکرو کمترین تغییری در حال و هوای جمع نمیدید. هیچ خلع نامرئی بین خودش با آنها حس نمی کرد و از این بابت خیلی خوشحال بود. برای همین عین خیالش نبود که در توکیو یک دوست هم پیدا نکرده. سارا با چشم های تنگ نگاهش کرد. توی توکیو یه دوستم پیدا نکردی؟ سکرو گفت نمیدونم چرا. ولی نتونستم دیگه. فکر کنم من اساسا آدم به جوشی نیستم. ولی اشتباه نکن اینجوری هم نبود که همه درا رو روی خودم بسته باشم. اولین باری بود که تنها زندگی می کردم. خودم بودم و خودم و میشد هر کاری که دوست دارم بکنم. از روزام لذت می بردم. خطوط راهن توکیو مثل یک تارنکه بود سر تا سر شهر پخشه. با یک عالم ایسکا که حتی نمیشه شمردشون. فقط دیدنشون کلی وقت میگیره. دوست داشتم به ایسکاهای جور, و جور سر بزنم. نگاه کنم ببینم چطور طراحی شدن. با مداد نقشه هاشون رو بکشم و هر چیز خاصی که به چشمم می اومد و یادداشت کنم. سارا گفت: پس انگار حسابی خوش میگذشته. با این همه خود دانشگاه چندان هیجان انگیز نبود. اولش بیشتر واحدهای عمومی بود. درس ها انگیزه نمیدادند و آنقدر حوصله سربر بودند که کرخ میشد. ولی سکوروز سخت درس خوانده بود که قبول بشود. برای همین سعی می کرد هیچ کلاسی را از دست ندهد. آلمانی و فرانسوی هم خواند. حتی برای تمرین انگلیسی به لابراتوار زبان هم رفت. در کمال تعجب میدید که در یادگیری زبان استعداد دارد. با این همه با هیچ کسی که از او خوشش بیاید آشنا نشد. پیش گروه رنگارنگ و هیجان انگیز رفقای دبیرستانیش همه آدم ها بی روح و ملالاور و نچسب بودند. هیچ وقت با کسی که دلش بخواهد بهتر بشناسدش آشنا نشد برای همین بیشتر وقتش در توکیو را تنها میگذراند خوبیش این بود که مدام کتاب میخواند بیشتر از همیشه سارا پرسید ولی احساس تنهایی نمیکردی احساس میکردم تنهام ولی احساس تنهایی به خصوصی نمی کردم. فکر کنم برام بدیهی بود. جوان بود و دنیا چیزهای فراوانی داشت که او هنوز نمی شناختشان. توکیو برایش جای تر و تازه جدیدی بود. بسیار متفاوتتر از محیطی که در آن بار آمده بود و تفاوتها بسیار بیشتر از آن بود که فکرش را می کرد. در این کلان شهر پهناور گم می شد. زندگی ها در آنجا تنوع ای داشت و شمار کارهایی که می شد کرد از اندازه بیرون بود. حرف زدن آدمها به گوشش شکاور و عجیب بود و زندگی سرعتی بیش از حد داشت. نمی توانست بین خودش و دنیای پیرامونش تعادل مناسبی برقرار کند. اما می دانست هنوز جایی دارد که می تواند به آنجا برگردد. در ایستگاه توکیو سوار قطار تند رو می شد و یک ساعت و نیم بعد به جایی می رسید مرتب و منظم و هماهنگ و صمیمی به جایی که در آن زمان جریانی آرام داشت و دوستانی که روی آنها حساب می کرد مشتاقانه چشم به راهش بودند. سارا پرسید الان چی؟ فکر می کنی الان تعادل مناسبی بین خودت و دنیای دوروبرت پیدا کردی. الان چارده ساله با این شرکت کار می کنم. کار خوبیه و ازش لذت میبرم. با همکارام رابطه خوبی دارم. چند تایی رابطه هم داشتم. هیچی ازشون در نیومده. ولی دلیل های مختلفی داشته. صرفا تقصیر من نبوده. و میگی که تنهایی، ولی احساس تنهایی نمی کنی. هنوز دیر وقت نشده بود و آنها تنها مشتری های کافه بودند. در پس زمینه موزیک جز ملایم سه نفر پخش می شود. سکرو بعد از کمی تأمل گفت بله، فکر کنم. ولی حالا دیگه نمیتونی برگردی به اون جای مرتب و منظم و هماهنگ و صمیمی رو دربارش فکر کرد با اینکه لزومی نداشت آهسته گفت همچین جایی دیگه وجود نداره تابستان سال دوم کالج بود که آنجا برای همیشه ناپدید شد. این تغییر فاحش در طول تعطیلات تابستان سال دوم کالجش رخ داد. بین ترمهای اول و دوم. پس از آن زندگی سکر و تازاکی برای ابد عوض شد. انگار یک رشته کوه زندگی گیاهی اولیه را به دو اقلیم زیستی متمایز تقسیم کرده باشد. مثل همیشه تعطیلات که فرا رسید و خورده ریزهایش را جمع کرد. اگرچه در کل چیز زیادی هم نداشت. و با قطار تند رو راهی خانه شد. در ناگویا پس از دیداری کوتاه با خانوادش به دوستهایش زنگ زد. زن. ولی هیچ کدامشان را پیدا نکرد. به او گفتند که دوستهایش خانه نیستند. سکرو به این نتیجه رسید که لابد با هم جایی رفتند. برای خانواده هر چهار تا پیغام گذاشت. رفت مرکز شهر و در سینمای مجتمعی تجاری با تماشای فیلمی که چندان میلی هم به تماشایش نداشت وقت کشی کرد. بعد به خانه برگشت. با خانواده شام خورد و دوباره به دوستهایش زنگ زد. هیچ کدامشان بر نگشته بودند. صبح فرداش دوباره بهشان زنگ زد. نتیجه همان بود. هنوز بیرون بودند. پیام دیگری برای هر کدام از اعضای خانواده ها که گوشی تلفن را برداشته بودند گذاشت. گفت لطفا وقتی برگشت بگویید به من زنگ بزند. و آنها قول دادند که پیامش را برسانند ولی در صدایشان چیزی بود که اذیتش کرد. بار اول که زنگ زده بود متوجه نشده بود ولی حالا حس می کرد چیزی به شکلی زیر پوستی عوض شده. انگار آنها به دلیلی سعی می کردند او را دور نگه دارند. انگار می‌خواستند هرچه زودتر تلفن را روی او قطع کنند. مخصوصا لحن خواهر بزرگ شیرو خیلی تند و غیر دوستانه بود و جوابهایش کوتاه و مختصر. سوکورو همیشه رابطه خیلی خوبی با خواهر شیرو داشت. دو سالی بزرگتر از شیرو بود و با اینکه جذابیت او را نداشت باز دختر زیبایی بود تا پیش از این هر وقت سکر و زنگ میزد اغلب سر به سر هم میگذاشتند اگر هم نمیگذاشتند دست کم حال و احوال دوستانه با هم میکردند ولی این بار خواهرش تند خداحافظی کرد انگار بخواهد هر چه زودتر قطع کند سکرو بعد از اینکه به هر چهار خانه زنگ زد خودش را مطرود دید. انگار حامل ویروس مهلکی باشد و دیگران ناچارند نزدیکش نشوند. لابد چیزی عوض شده بود. لابد در نبودش اتفاقی افتاده بود که وادارشان کرده بود اینطوری فاصله بگیرند. اتفاقی ناجور و رنجاننده. ولی چه اتفاقی؟ چه اتفاقی ممکن بود افتاده باشد؟ رک و راست هیچ چیز به ذهنش نمی رسید. حس می کرد انگار لقمه قلمبه از چیزی را قورت داده که نباید میداد. چیزی که نمی تواند توفش کند. نه حزمش؟ همه یه روز در خانه ماند گوش به زنگ تلفن تمرکز نداشت نمیتوانست حواسش را به چیزی بدهد بارها شده بود که برای دوستهاش پیام میگذاشت که به ناگویا برگشته و معمولا آنها همان موقع زنگ میزدند و با خوشحالی به او خوش آمد میگفتند ولی این بار تلفنش سرسختانه ساکت مانده بود سوکورو فکر کرد شب دوباره بهشان زنگ بزند ولی بعد تصمیم گرفت این کار را نکند شاید واقعا خانه بودند شاید نمیخواستند بیایند پای تلفن و فقط وانمود میکردند که بیرونند شاید به خانواده هایشان گفته بودند اگر سکر و تازاکی زنگ زد بهش بگویید من نیستم. که در این صورت معلوم می شد چرا صدای خانواده ها این همه معذب است. ولی چرا؟ هیچ دلیلی به فکرش نمی رسید. آخرین باری که هر پنج نفر با هم بودند اوایل ماه مه بود در تعطیلات هفته طلایی ژاپن در نیمه های بهار وقتی سوکورو میخواست سوار قطار توکیو بشود هر چهار دوستش به ایستگاه آمده بودند که بدرقش کنند و وقتی قطار راه افتاده بود از پشت شیشه قطار به ترزی اقراقامیز برایش دست تکان داده بودند انگار سربازی باشد که به ته دنیا اعزام می شود. بعد از آن سکرو چند تای نامه به آو نوشته بود. شیرو با کامپیوتر میانه خوبی نداشت. برای همین آنها به نامه بسنده می کردن و آو هم واسطه بود. سکرو همیشه نامه ها را خطاب به آو می نوشت و مطمئن بود که نامه هایش دست به دست می گردن. اینطور دیگر لازم نبود برای هر کس جدا جدا نامه بنویسد. عمدتا از زندگیش در توکیو می نوشت. چیزهایی که آنجا دیده بود و تجربه ها و احساساتش. ولی همیشه صرف نظر از اینکه چه دیده یا چه کرده میدانست. اگر هر چهارتاشان تاشان بودند که در تجربه هایش سهیم باشند خیلی بیشتر خوش میگذشت واقعا احساسش همین بود جز اینها چیز زیادی نمی نوشت. آنها هم برایش نامه می و همه با هم امضا می ولی هیچ وقت هیچ حرف منفی در نامه ها نبود. با طول و تفصیل صرفا از کارهایی که در ناگویا کرده بودند گزارش می دادند. همهشان همانجا به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. ولی به نظر می رسید که از زندگی دانشجوییشان در ناگویا هم لذت می برند. آو یک هوندا آکورد دست دوم خریده بود که روی صندلی عقبش لکه ای داشت که خودش می گفت انگار کار خرابی سگ است. بعدش هم میگفت ماشی نیست که تا وقتی هیچ کدامشان زیادی چاق نشوند برای هر پنجتاشان جا دارد. همگی سوار می شدند و میرفتند به دریاچه بیوا. برایش مینوشتند خیلی بد شد که نتوانستی با ما بیایی. و بعد مینوشتند نوشتند سکرو منتظریم در تابستان ببینیمت. و به نظر سکرو جدی هم می گفتند. آن شب وقتی از دوستانش هیچ خبری نشد بیخوابی به سرش زد. دید کلافه است. فکرهای پراکنده تند و تند توی کلش میچرخیدند. ولی همه این فکرها فقط شکلهای مختلفی از یک فکر بودند. مثل مردی که حس جهت یابیش را از دست داده باشد افکار سکرو در جا هی چرخ میخورد بی اینکه ته داشته باشد و به جایی برسد تا به خودش بیاید و بفهمد ذهنش چه میکند میدید که برگشته سر جای اولش بالاخره روند فکر کردنش مختل شد انگار لایه های مغزش مثل پیچی باشد با شیارهای معیوب. تا ساعت چهار صبح توی رخت خواب بیدار ماند بعد خوابش برد ولی هنوز چیزی از شش نگذشته باز بیدار شد اشتها نداشت یک لیوان آب پرتقال خورد ولی همین هم او را به حال تهوع انداخت بی خانواده را نگران کرد ولی به آنها گفت چیزی نیست. گفت معدم کمی ضعیف شده همین. سکرو آن روز را هم در خانه ماند. کنار تلفن دراز کشید، کتاب خواند یا دست کم زور زد بخواند. بعد از ظهر دوباره به خانه دوستهاش زنگ زد. دلش نمیخواست. ولی نمی توانست با این حس سردرگم نگران کننده یک جا بنشیند و دعا کند که تلفن زنگ بخورد. نتیجه همان بود. هر کدام از اعضای خانواده ها که گوشی را برداشتند کوتاه و مختصر یا عذرخواهانه یا با لحنی بیش از حد خونسا به سکرو گفتند دوستش خانه نیست. سکرو معدبانه ولی کوتاه از آنها تشکر کرد و گوشی را گذاشت. این بار پیام نگذاشت. شاید همانقدر که او از تماس با آنها خسته شده بود خود آنها هم بس که وانمود کرده بودند خانه نیستند خسته شده بودند. فکر کرد بالاخره هر کس از اعضای خانواده هایشان که گوشش به تلفن های اوست تسلیم می شود. اگر همچنان زنگ می زد قاعدتا باید واکنشی نشان میدادند. و آخر سر واقعا هم واکنشی اتفاق افتاد. ساعت از هشت گذشته بود که آو تلفن کرد. یک باره و بی مقدمه گفت متاسفم ولی باید ازت بخوام که دیگه به هیچ کدوم ما زنگ نزنی. نه هیچ سلامی نه چطوری نه خیلی وقت شده ندیدیمت تنها چیزی که از نزاکت اجتماعی رعایت کرد گفتن متاسفم بود. سکر و نفسی کشید و بی صدا حرف های آو را تکرار کرد. به تندی سبک و سنگی نشان کرد و سعی کرد احساسات پشتشان را بخواند. ولی این حرفها مثل خواندن رسمی یک اعلامیه بود. هیچ جایی برای احساسات در این حرف نبود. سکرو جواب داد اگه این حرف همست که بهشون زنگ نزنم پس قطعا نمیزنم این حرف کم و بیش خود به خود از دهنش بیرون آمد سعی کرد عادی و آرام حرف بزند ولی صدایش شبیه صدایی غریبه شده بود صدای کسی که در شهری دور دست زندگی می کرد و او هیچ وقت ندیده بودش. آو گفت پس نزن. سکرو گفت اصلا نمی خوام کاری بکنم که آدم ها دلشون نمی خواد. صدایی از دهن آو بیرون آمد. نه آه بود نه نشانه تایی. سکرو گفت ولی میخوام دلیلش رو بدونم اگه میشه. آو جواب داد من نمیتونم بهت بگم. پس کی میتونه؟ دیوار سنگی قطوری بالا رفت. آن سوی خط سکوت بود. سکرو به سختی صدای نفس کشیدن آو را از سوراخهای دماغش می شنید. دماغ تخت و گوشدالوی آو را مجسم کرد. بالاخره آو گفت فکر کن خودت می فهمی. سکرو زبانش بند آمده بود. آو داشت چه می گفت؟ فکر کن؟ به چی فکر کنم؟ اگر بیشتر از این به چیزی فکر کنم دیگر خودم هم نمیفهمم که کی هستم آو گفت خیلی بد شد اینجوری شد همتون همینجوری فکر میکنین آره همه فکر میکنن خیلی بد شد به من بگو چی شده بهتر از خودت بپرسی سکرو در صدایش لرزشی از غم و خشم تشخیص داد ولی تنها برای یک لحظه پیش از اینکه سکرو فرصت فکر کردن پیدا کند که چه جوابی بدهد آو گوشی را گذاشته بود سارا پرسید فقط همینو بهت گفت گفتگوی کوتاهی بود مختصر و مفید. این بهترین شکلی بود که میتونستم تعریفش کنم. توی کافه روبروی هم سر میزی کوچک نشسته بودند. بعدش اصلا شد باهاش حرف بزنی؟ یا با اون ستای دیگه؟ سکر رو سرتکان داد. نه، از اون موقع تا حالا با هیچ کدومشون حرف نزدم. سارا همانجور که به او زل زده بود چشمهاش را باریک تر کرد. انگار که داشت سحنه ای را بازبینی می کرد که قوانین فیزیک را نقض کرده بود. با هیچ کدومشون؟ هیچ کدومشون رو ندیدم نه باهاشون حرف زدم. ولی ببینم مگه نمیخواستی بدونی چرا یهو با تیپا از گروه انداخته بودنت بیرون؟ نمیدونم چطوری بگم. ولی اون موقع دیگه هیچ چیز برام مهم نبود. در و محکم توی صورتم کوبیده بودن. رام نمیدادن برگردم تو و نمیگفتند چرا. ولی به این نتیجه رسیدم که اگه اونایی اینو میخوان از دستم کاری بر نمیاد. سارا گفت سر در نمیارم پیدا بود واقعا سر در نمی آورد. شاید یه سوء تفاهم بزرگ بوده. یعنی اصلا هیچی به ذهنت نمی رسید چرا اینجوری شد؟ سرتاپای ماجرا برات ناراحت کننده نبود؟ فکر نمی کردی ممکنه یه اشتباه مسخره به اینجا کشونده باشد که چنین دوستای به این نزدیکی رو از دست بدی؟ چرا نخواستی سوء تفاهمی رو که ممکن بود خیلی ساده رفت بشه برطرف کنی؟ <applause> لیوان محیطوی سارا خالی بود. سارا به پیشخدمت اشاره کرد. لیست شرابها را خواست و بعد از کمی زیر و رو کردن لیست یک گیلاس سفارش داد. سکرو تازه نصف کوکتلش را خورده بود. یخ آب شده بود و روی جداره لیوانش قطرهای آب نشسته بود. زیر لیوانی مقوایی خیس شده بود و شکم داده بود. سکرو گفت توی عمرم اولین بار بود کسی اینجوری به کلی کنارم میذاشت. اونایی هم که این کارو کرده بودن آدمایی بودن که من بیشتر از همه روشون حساب میکردم. چهار دوست صمیمیم توی دنیا یه جوری بهشون نزدیک بودم که انگار تیکه ای از وجود خودم بودن از توانم بیرون بود که بخوام دنبال دلیل بگردم یا سوی تفاهم و برطرف کنم فقط هاج و واج موندم اونقدر که فکر میکردم دیگه هیچ وقت حالم عادی نمیشه. حس می کردم چیزی توی وجودم پاره شده. پیشخدمت لیوان شراب را آورد و کاسه آجیل را دوباره پر کرد. وقتی رفت، سارا رو کرد به سکرو من خودم این حالو تجربه نکردم ولی فکر کنم میتونم مجسم کنم که چقدر هاج و واج مونده بودی. میفهمم که نمیتونستی زود حال خودتو خوب کنی. ولی بعد از یک مدت بعد از اینکه شوکت برطرف شد بازم واقعا نمیتونستی هیچ کاری بکنی؟ میخوام بگم خیلی بی انصافی بود. چرا کلا همه چیز رو زیر سوال نبردی؟ چرا زیر بار رفتی؟ نمیفهمم چطور تونستی تحمل کنی؟ سکر و سرش را کمی تکان داد. فردا صبحش برای خونوادم بهانه ای تراشیدم و با قطار تند رو برگشتم توکیو. طاقت نداشتم یه روز بیشتر توی ناگویا بمونم. تنها فکر توی سرم این بود که هرچه زودتر از اونجا دور بشم. سارا گفت اگه من بودم میموندم تا تاوتوشو در بیارم. سکرو گفت طاقتشو نداشتم. نمیخواستی واقعیت رو بفهمی؟ سکرو به دستهای خودش روی میز چشم دوخت. کلمه ها را به دقت انتخاب کرد. فکر کنم می ترسیدم دنبالش برم. از هر واقعیتی که ممکن بود روشن بشه میترسیدم. از اینکه راستی راستی رو در روی اونا در بیام. واقعیت هر چی بود دلم نمیخواست فکر کنم نجاتم میده. نمیدونم چرا ولی از این بابت مطمئن بودم. الانم مطمئن نی؟ نمیدونم ولی اون موقع بودم. پس برگشتی توکیو خودتو توی آپارتمان حبس کردی چشاتو بستی و گوشاتم گرفتی. میشه اینجوری گفت آره سارا دستش را جلو برد و گذاشت روی دست سکرو گفت سکوروی تفلکی لطافت دستش در وجود سکرو آهسته پخش شد بعد از لحظه ای سارا دستش را برداشت و گیلاس شرابش را سمت لبها برد سکرو گفت از اون به بعد هر قدر میشد کمتر برمیگشتم ناگویا وقتی هم برمیگشتم تا میشد از خونه بیرون نمیرفتم کارم هم که تموم میشد با آخرین سرعت برمیگشتم توکیو مادر و خواهرای بزرگم نگران شده بودند میپرسیدن چی شده ولی من هیچ وقت چیزی نگفتم هیچ جور نمیشد بهشون بگم حالا میدونی این چهارتا تا کجان و چی کار میکنن؟ نه نمیدونم. هیچ وقت هیچ کس چیزی نگفت. منم واقعا نمیخوام بدونم. سارا شراب را توی گیلاسش چرخان و به رد قطرها که روی دیوار مانده بود خیره شد. انگار بخواهد فال بگیرد. به نظر من که خیلی عجیبه. پیداست که شوک بزرگی بوده و از یه نظر زندگیت رو زیر و رو کرده. خودت اینجوری فکر نمی کنی؟ سکرو به تعیید کوتاه سرتکان داد. از خیلی نظرا من آدم دیگه ای شدم. چطور؟ خب بیشتر وقتا فکر می کنم برای بقیه آدما کسل کننده و بی اهمیتم. برای خودم هم همینجور. سارا مدتی به چشمهایش خیره شد. صدایش جدی بود. به نظر من که نکسل کننده ای نبی اهمیت. لطف داری. سکر و انگشتهایش را آرام به شقیقه فشار داد. ولی این مسئله رو خودم باید حل کنم. سارا گفت هنوز نمیفهمم. درد اون اتفاق هنوز توی ذهنته یا توی قلبت شاید هم هر دو. در هر حال فکر کنم این درد به وضوح هنوز هست. ولی ظرف این پونزه شونزه سال هیچ وقت نخواستی پی این سؤال رو بگیری که چرا ناچار شدی اینطوری زجر بکشی نمیگم دلم نخواسته حقیقت رو بدونم ولی بعد این همه سال فکر میکنم بهتره فقط فراموشش کنم مال خیلی وقت پیش بوده و توی گذشته به کلی تهنشین شده لبهای باریک سارا روی هم آمد بعد از هم باز شد. به نظر من که خطرناکه. خطرناک؟ چطور؟ میتونی روی خاطره ها سرپوش بذاری یا چه میدونم سرکوبشون کنی. ولی نمیتونی تاریخی رو که این خاطرات رو شکل داده پاک کنی. سارا مستقیم به چشم های نگاه میکرد. هرچی باشه این یادت بمونه تاریخ رو نمیشه پاک کرد نه عوض مثل اینه که بخوای خودت رو نابود کنی سکرو که سعی می کرد خودش را سرحال نشان بدهد تا حدی به خودش گفت اصلا ما چرا داریم حرفشو می زنیم؟ من تا حالا دربارش با کسی حرف زده بودم نه همچین تصمیمی داشتم. سارا لبخند مختصری زد. شاید لازم داشتی با کسی حرف بزنی. بیشتر از چیزی که فکرشو می کردی. تابستان آن سال پس از برگشتن به توکیو حس و حالی قریب سکرو را میخکوب کرد. و آن این بود که میدید تنش از لحاظ فیزیکی دارد تغییر می کند. رنگ هایی که زمانی میدید حالا متفاوت به نظر می رسیدند. انگار روی آنها فیلتر مخصوصی کشیده باشند. از یک سو صداهایی می شنید که تا پیش از آن هیچ وقت نشنیده بود. و از سوی دیگر نمی توانست صداهایی را که همیشه به گوشش آشنا بودند تشخیص بدهد. وقت راه رفتن حالی ناشیانه و عجیب داشت. انگار نیروی جاذبه پیرامونش جابجا جا بشود. تا پنج ماه بعد از بازگشت به توکیو در یک قدمی مرگ زندگی کرد. لبه پرتگاهی تاریک جای کوچکی برای زندگی درست کرده بود. خودش بود و خودش در نقطه خطرناک آن لب لب تلو تلو میخورد اگر در خواب قلط میزد ممکن بود ته این پرتگاه سقوط کند با این حال وحشت نداشت فقط به این فکر می کرد که سقوط در این پرتگاه چقدر ساده است. دور تا دورش تا چشم کار می کرد سرزمین ناهنواری بود پوشیده از تخت سنگ. بی یک قطر آب و بی حتی یک پر علف. بی رنگ. بی چیزی که بشود اسمش را گذاشت نور نخورشیدی نه ماهی و نه ستاره ای. نه حسی که معلوم کند جهت چیزها کجاست دم غروب گرگومیش رازآلود و سیاهی بی انتهایی صرفا جا عوض می کرد مرزی دور افتاده در حاشیه ادراک در این حال جایی بود پر از فراوانی و وفوری قریب. هنگام گرگومیش پرندهها با منقارهایی به تیزی تیغ حجوم می آوردند و بیرحمانه گوشت تنش را می کندند. ولی وقتی تاریکی همه جا را می گرفت پرنده ها پرواز کنان دور می شدند و این سرزمین در سکوت حفره های تن او را با چیزی دیگر با ماده ای ناشناس پر می کرد. نمیفهمید نمی فهمید این ماده چیست. نمی توانست قبولش کند نه ردش. ماده صرفاً حفره های تنش را پر می کرد. توده ای سایوار و موهوم که انبوهی از تخم های سایوار و موهوم می گذاشت. بعد تاریکی پس می رفت. باز گرگومیش می شد و باز پرنده ها را با خود می آورد که یک بار دیگر تکه تکه تنش را می کندند و می بردند. خودش بود و خودش نبود. سکر و تازاکی بود و سکر و تازاکی نبود. وقتی دیگر طاقت درد نداشت خودش را از تنش جدا می کرد و از نزدیک از نقطه بی درد سکور و تازاکی را نگاه می کرد که این چنین زجر می کشید. اگر خیلی تمرکز می کرد غیر ممکن نبود. حتی همین حالا هم گاهیان حال و هوا بر می گشت. حال ترک خودش. حال تماشای درد کشیدنش انگار درد خودش نباشد از بار که بیرون رفتند سکرو سارا را دوباره به شام دعوت کرد گفت شاید بتوانیم این دور و برها چیزکی بخوریم پیتزا مثلا سارا جواب داد هنوز گرسنه نیستم سوکورو گفت باشه پس موافقی برگردیم خونه من؟ سارا بی میل ولی قاطع گفت ببخشید ولی امروز حال و حسلش ندارم. سکرو گفت چون که من یه بند از اون موضوع مسخره حرف زدم سارا آه کوتاهی کشید. نه به خاطر این نیست. فقط باید یکم فکر کنم. به چیزای مختلف. برای همین دوست دارم تنها برم خونه. باش. حتما. میدونی که واقعا خوشحال شدم که باز تونستم ببینم تو باهات حرف بزنم. فقط کاش موضوع خوشایندتری برای حرف زدن داشتیم. سارا لحظه ای لبهایش را جمع کرد و بعد انگار تصمیمی گرفته باشد گفت بازم دعوتم میکنی؟ یعنی اگه اشکالی نداره. معلومه که میکنم اگه تو پایه باشی. هستم. سکرو گفت خوشحالم بهت ایمیل میزنم. پای ورودی مترو با هم خداحافظی کردند. سارا سمت خط یامانوته با پل برقی بالا رفت و سوکورو از پله ها پایین رفت به سمت خط هیبیا. هر کس برگشت به خانه خودش، هر کس غرق در افکار خودش. البته سوکورو اصلا نمیدانست سارا به چه فکر می کند. و اصلا هم نمیخواست چیزهایی را که در سر خودش میگذشت به سارا بروز بدهد برخی فکرها هست که در هر صورت مجبوری پیش خودت نگهشان داری و فکرهای توی سر سکرو که حالا سوار قطار بود و داشت به خانه می رفت از همین دست فکرها بود. در آن شش ماه از سال که سوکورو در آستانه مرگ بود هفت هشت کیلو لاغر شد. کاملا انتظارش میرفت چون به ندرت چیزی میخورد. از بچگی صورت پری داشت ولی حالا در و داغان و بد ریخت شده بود. دیگر سفت کردن کمربندها جواب نمیداد. مجبور بود شلوارهای کوچکتر بخرد. لخت که میشد دندههایش مثل قفص های ارزان قیمت پرنده ها بیرون میزد. شانههایش افتاده بودند و حالت ایستادنش به وضوح ناجورتر شده بود. به خاطر این همه وزن کم کردن پاهایش دوکی شکل شده بودند مثل لکلک. لک. به خود لختش در آینه خیره مانده بود و فکری تکانش داده بود. این هیکل یک پیرمرد است یا شاید یک آدم محتضر. بی این که از خودش چشم بردارد گفته بود شبیه محتضر هم که باشم کاری از من بر نمی آید. چون واقعا پایم لبه گور است. جان در بردم ولی زورکی به این دنیا چسبیدم مثل پوسته حشره ای که به تک شاخه چسبیده باشد در آستانه اینکه با تند بادی برای همیشه برباد رود ولی شباهتش به آدم محتضر بار دیگر با تمام وجود تکانش داد طولانی تر از همیشه محو هیکل خودش شد مات و بی حرکت مثل کسی که نتواند از گزارش تلویزیونی زمین لرزه ای عظیم یا سیلی وحشتناک در سرزمینی دور دست چشم بردارد. فکری ناگهانی به سرش زد. شاید واقعا مرده بودم. شاید همان وقتی که آن چهارتا تردم کردند جوانی که اسمش سکر و تازاکی بود واقعا مرده بود فقط ظاهرش مانده بود آن هم زورکی و در طول شش ماه بعدش تن و صورتش دستخوش تغییری فاهش شده بود و همان پوسته ظاهری هم جای خود را به چیز دیگری داده بود حس باد صدای حجوم آب حس پرتو آفتاب که از لابلای ابرها رد میشد، رنگ به رنگ شدن گلها در طول تغییر از این فصل به آن فصل همه و همه چیز پیرامونش انگار تغییر کرده بودند انگار همه چیز از نو طراحی شده باشند آدم اینجا و الان همین کسی که او در آینه می دید ممکن بود در نگاه اول شبیه سکر و تازاکی باشد. ولی در واقع او نبود. صرفا ظرفی بود که فقط برای راحتی رویش برچسب اسم او را داشت. ولی حالا محتوایش چیز دیگری بود. به این اسم صدایش میزدند چون فعلا اسم دیگری در کار نبود آن شب خوابی غریب دید خوابی که در آن از حسادتی عمیق زجر کشید خیلی وقت میشد که چنین خواب واضح پرجزئیاتی ندیده بود. سکرو هیچ وقت از حسادت سر در نمی آورد. البته مفهومش را درک می کرد. حسی که ممکن است نسبت به کسی داشته باشی که استعداد یا نوبوغ یا موقعیتی داشته باشد یا بتواند کسب کند که تو هم دلت بخواهد داشته باشیش. عشق ورزیدن به زنی و ناگهان او را با دیگری دیدن. قبطه، نفرت، تأسف، نومیدی و خشمی که راه در رو ندارد. ولی هیچ وقت شخصا این احساسات را تجربه نکرده بود. هیچ وقت آرزو نکرده بود استعداد و نبوغی را که ندارد داشته باشد. و هیچ وقت عاشق سرگشته کسی نشده بود. هیچ وقت آرزوی داشتن کسی را نکرده و قبطه کسی را نخورده بود. نه اینکه چیزهایی نبود که از آنها ناراضی باشد. چیزهایی بود که میدید ندارد. اگر مجبور میشد می توانست فهرستشان هم بکند. فهرست خیلی درازی نمیشد ولی از چند خط هم بیشتر بود. ولی این نارضایتی ها و کاستی ها درونش مانده بودند. اینها به آن دست احساسات دچارش نمیکردند که انگیزه شوند تا دنبال جواب بیرون بزند و سر به این سو و آن سو بگذارد. دست کم تا آن موقع که اینجوری بود. ولی در خوابی که دید در حسرت یک زن می سوخت. معلوم نبود این زن کیست فقط وجود داشت و توانایی ویژه‌ای هم داشت که تن و دل خود را از هم جدا کند. به سکرو گفت یکی از این دو را به تو می دهم. تنم یا دلم هر دو با هم نمی شود باید یکی را انتخاب کنی همین حالا گفت آن یکی را به کس دیگری می دهم ولی سکرو همه او را می خواست نمی خواست نیمه دیگر را به مرد دیگری بسپرد طاقتش را نداشت میخواست به زن بگوید اگر اینجوریست هیچ کدام را نمیخواهم ولی نمیتوانست. گیر کرده بود. راه پیش و پس نداشت. از دردی شدید به خود پیچید انگار دستهایی بزرگ همه تنش را بچلاند گوشت‌های تنش پاره شد استخوانهایش از درد به فریاد آمد و آتش هولناکی پیدا کرد انگار که تک تک سلول‌های تنش از تشنگی خشک شده باشند انگار که رطوبتشان تا قطره آخر کشیده شده باشد بدنش از خشم لرزید از فکر دادن نیمی از آن زن به کسی دیگر این خشم شیره قلیز گلالود کسیفی شد که از مغز استخانش بیرون زد ریه هایش دو کوره مهار نشدنی شده بودند و قلبش مثل موتوری بود که تخت گاز میرفت خون تیر رنگ بیتابش تا نوک دست و پایش پر تپش میکوبید. بیدار شد. همه تنش میلرزید. مدتی گذشت تا بفهمد خواب میدیده. لباس خیس عرقش را دراند و خودش را با حوله خوش کرد. ولی هر قطر هم پاک می کرد نمی توانست خود را از آن حس لزج و سرد و زننده خلاص کند به ادراکی رسیده بود یا شاید شهودی پس حسادت این بود تن یا دل زنی را که دوست داشت یا شاید حتی هر دو را کسی دیگر به زور قاپیده بود حسادت دست کم تا جایی که از خوابش میفهمید چاره ناپذیر ترین زندان دنیا بود. کسی به زور در زندان حسادت حبسش نمیکرد. زندانی به میل خودش تو میرفت. در را قفل می کرد و کلیدش را دور می انداخ. هیچ کس دیگری در دنیا نمیدانست که او آن تو گرفتار شده. البته که زندانی دلش میخواست فرار کند و می توانست هم فرار کند. هرچه بود زندانش دل خودش بود. ولی نمی توانست تصمیم بگیرد. دلش به سختی دیواری سنگی بود. اصل و جوهر حسادت همین بود. سکرو یک قوطی آب پرتقال از سوی یخچال در آورد و لیوان پشت لیوان از آن خورد. گلویش خشک خشک بود. سر میز نشست و همانطور که از پشت پنجره شروع تدریجی روز را تماشا می کرد از مش را جزم کرد. که آرام شود این موج احساسات مقاومت ناپذیر که به او کوبیده بود قلب و تنش را لرزانده بود مانده بود که این خواب اصلاً چه معنایی دارد یک جور پیشگویی بود پیغامی نمادین میخواست چیزی به او بفهماند یا آیا خود واقعیش بود که تا الان برای خودش هم ناشناخته بود و حالا پوستش را شکسته بود و تقلا می کرد بیرون بیاید یک موجود زشت که سکرو انگار تخم گذاشته بود و حالا دست و پا میزد که خود را به هوای بیرون برساند. این را بعدتر فهمید ولی درست در همین لحظه بود که دیگر دلش نخواست بمیرد. آن شب با تماشای خودش در آینه عکس کسی دیگر را دیده بود و همان شب اولین بار در عمرش در خواب حسادت را تجربه کرده بود یا چیزی را که فکر کرده بود حسادت است و تا سپیده سر بزند روزهای تیره و تار پنج ماه گذشته روزهای تلو تلو خوردن لبه پرتگاه عدم را پشت سر گذاشته بود فکر کرد درست مثل بادی پرزور که از جانب غرب بوزد و ابرهای پرپشت را پس بزند حس سوزان واضحی که به شکل خواب از روحش گذشته بود لابد آرزوی مردن را باطل و بی اثر کرده بود آرزویی که دست دراز کرده بود و داشت حلقومش را می فشد. حالا فقط یک جور تسلیم بی صدا باقی مانده بود. حس و حالی بی رنگ، خونسا، توهی. تنها در خانه بزرگ و خالی نشسته بود و به ساعت بزرگ پدر بزرگش گوش می کرد که تیک تاک کنان با صدایی خفه زمان را برباد میداد. لبهایش بسته چشمهایش مات به ساعت اقربه ها را تماشا می کرد که جلو می رفتند. احساساتش در پرده های نازک لایه لایه در هم پیچیده بود. و قلبش همچنان خالی عمرش میگذشت ساعت به ساعت سکرو کم کم دوباره اشتهایش باز شد مواد غذایی تازه خرید و غذاهای ساده خوشخوراک پخت با این حال فقط کمی از وزنی را که کم کرده بود باز یافت. کم و بیش شش ماه تمام شکمش آب رفته بود و حالا اگر بیشتر از حد مشخصی میخورد بالا می آورد. شنا را از سر گرفت و صبح های زود به استخر دانشگاه رفت. گوشت تنش آب شده بود. از پله ها که بالا می رفت نفس کم می آورد و باید نفسی تازه می گرد. مایو و عینک شنای تازه خرید و هر روز هزار متر تا هزار و پانصد متر کرال رفت. بعدش به باشگاه می رفت و در سکوت با وسایل پرورش اندام کار می کرد. بعد از چند ماه غذای مناسب و ورزش مرتب تا حد زیادی به حال قبل برگشت. عضلات لازم را پیدا کرد. گرچه نسبت به قبل خیلی عوض شده بود. راستتر می استاد و دیگر قوز نمی کرد. رنگ به صورتش برگشت. پس از مدتهای طولانی صبحها که بیدار می شد، حال و اوضاعش رو به راه در همین ایام مادرش در سفری نادر به توکیو آمد. او که میدید حرفها و کارهای سکورو کمی عجیب و غریب شده وقتی سکورو برای تعطیلات سال نو هم به خانه نیامد فکر کرد بهتر است به او سر بزند وقتی دید پسرش ظرف چند ماه چقدر عوض شده زبانش بند آمد ولی سوکورو ربطش داد به تغییرات طبیعی که اقتضای سن است. به مادرش گفت چیزی که الان واقعا نیاز دارد رخت و لباسی است که اندازش باشد و مادرش هم حرفهای او را در بست قبول کرد. مادرش در کودکی فقط با خواهرش بزرگ شده بود و بعد از ازدواج هم خم و چم بزرگ کردن دخترهایش را یاد گرفته بود ولی نمیدانست پسر را چطور باید بزرگ کرد برای همین سکرو مجابش کرد که این تغییر حال و روز بخشی از روند طبیعی رشدش است. مادرش با خوشحالی به فروشگاه بزرگی بردش تا لباس های نو بخرد. مارک های مورد علاقه مادر را خریدند. لباس های کهنه را یا دور انداختند یا بخشیدند. قیافش هم عوض شده بود. آینه دیگر صورت پسرانه لطیف و خوشقیافه ای را نشان نمیداد که غیر تهاجمی، و حواس پرت بود چیزی که حالا بر می گشت و به او زل میزد، صورت جوانی بود با استخوانهای گونهی چنان برجسته که انگار تراشیده باشندشان برق تازهی در چشمهایش دویده بود برقی که پیشتر هیچ وقت ندیده بود تک برقی با برد محدود ریشش ناگهان پرپوشتر شده بود و حالا مجبور بود صبح به صبح به تراشدش. موهایش هم زیادی بلند شده بود. سکرو قیافش را دوست نداشت ولی با آن مشکلی هم نداشت. قیافش ماسکی موقت بود. با این حال خوشحال بود که ریخت قبلش را ندارد. در هر حال پسری که اسمش سکر و تازاکی بود مرده بود در سیاهی بی بیامان آخرین نفسش را کشیده بود و در فضایی روباز در دل جنگل دفن شده بود بیصدا پنهانی پیش از سر زدن سپیده و زمانی که همه هنوز در خوابی عمیق بودند. هیچ نشانه ای از گور نبود. و کسی که حالا ایستاده بود و نفس میکشید سکر و تازاکی ای بود که ملاتش به کلی چیز دیگری شده بود. ولی فقط خودش خبر داشت. تصمیم هم نداشت به کسی بگوید. درست مثل گذشته به ایستگاه های قطار سر میزد و طرح و نقشه میکشید. هیچ وقت سر هیچ کدام از کلاس های کالج غیبت نمیکرد. بیدار میشد. دوش میگرفت و موها را میشست. همیشه بعد غذا مسواک میزد. هر روز صبح تختش را مرتب می کرد و پیراهنش را اتو می زد. خودش را مشغول می کرد. شبها دو ساعتی کتاب می خاند. بیشتر تاریخ و زندگی نامه. عادتی قدیمی بود. در واقع زندگیش را عادت جلو می برد. با این حال دیگر به هیچ جمع دوستانه بی عیب و نقصی ایمان نداشت و گرمای رابطه بین آدم ها را هم اس هر روز صبح سر کاسه روشویی می ایستاد و صورتش را در آینه وا می رسید کم کم به این خود تازه با همه تغییراتش عادت کرد مثل یادگیری زبانی تازه بود و از بر کردن گرامرش سرانجام دوستی تازه پیدا کرد اوایل تابستان بود و کم و بیش یک سال بعد از اینکه چهار دوستش در ناگویا ترکش کرده بودند. این دوست تازه به همان کالج سکورو می رفت و دو سال از او کوچکتر بود. سکورو با او در استخر کالج آشنا شد. با این جوان در استخر کالج آشنا شد. او هم مثل سکرو صبح خیلی زود شنا می کرد. اوایل برای هم سری تکان می دادند و بعد از مدتی سر حرف را با هم باز کردند و کم کم بعد از لباس پوشیدن در رخکن صبحانه را با هم در کافتریای کالج می خوردند. او دو سال عقبتر از سوکورو بود و فیزیک میخواند هر دو در یک دانشکده مهندسی بودند ولی دانشجوهای گروه فیزیک و گروه مهندسی راه و ساختمان شبیه موجوداتی از دو سیاره مختلف بودند. جوان دانشجو از او پرسید دقیقا توی دپارتمان مهندسی راه و ساختمان چی کار می‌کنی؟ سکورو جواب داد ایستگاه می سازم. ایستگاه؟ ایستگاه قطار نه ایستگاه تلویزیونی و از اینجور چیزا. حالا چرا ایستگاه قطار؟ چون دنیا ایستگاه قطار لازم داره. سکورو این جمله را جوری گفت انگار واضح است. جوان گفت چه جالب؟ جوری گفت انگار واقعا برایش جالب است. هیچ وقت به اینش فکر نکرده بودم که دنیا ایستگاه قطارم لازم داره. اما فکر کنم خودت هم از این ایستگاه استفاده می کنی. وقتی سوار قطاری اگه ایستگاهی نباشه به درد سر می افتی. آره منم قطار سوار میشم متوجه حرفت هستم فقط اینکه خب هیچ وقت فکر نمی کردم آدمایی توی این دنیا هستن که عشقشون اینه که ایستگاه قطار بسازن. سکرو گفت بعضی از آدما آهنگ می نویسن. بعضی ها کاهو و گوجه فرنگی عمل می آرن. چند هم باید باشن که ایستگاه قطار بسازن. نمیگم واقعا عاشقشم. ولی به یک چیز به خصوص علاقه دارم. همین. ممکنه بیادبی به نظر برسه. ولی فکر کنم همین که بتونی در چیزی که بهش علاقه داری حتی یه چیز جالب پیدا کنی خودش خیلیه. سکرو فکر کرد این جوان دارد دستش می اندازد. به صورت خوشقیافش خیره شد. ولی او جدی به نظر می رسید و حالت چهرش سرخوش و رک و رو راست بود. جوان گفت شما به چیزی ساختن علاقه داری. از اسمتم پیداست. اشارهش به معنی کلمه سکرو بود به معنای ساختن. سکرو از آن کرد. همیشه دوست داشتم چیزایی بسازم که واقعا بشه دید. مرد گفت من اصلا چیزی ساختن اصلا کار من نیست توش افتضاحم از وقتی دبستان میرفتم هیچ کاری نمیتونستم با دستان بکنم یک ماکت پلاستیکی رو هم نمیتونستم سرهم کنم بیشتر دلم میخواد به ایده های فکر کنم هیچ وقتم خسته نمیشم ولی اگه پاش بیفته که با دستام یه چیز واقعی بسازم کلن بیخیال شو. ولی آشپزی رو دوست دارم. که البته چون بیشتر مثل پیاده کردنه تا سرهم کردن فکر کنم برای کسی مثل من که چیزی ساختن حالیش نیست کمی آزاردهنده است که دانشکده مهندسی بره میخوای اینجا چه رشته بخونی جوان کمی فکر کرد راستش نمیدونم مثل شما هدف روشنی ندارم فقط میخوام درباره همه چیز عمیق فکر کنم ایده پردازی کنم یه جور ناب و آزاد همین اگه بهش خوب فکر کنی انگار بخوای خلع بسازی خب دنیا چند نفرم لازم داره که خلع درست کنن جوان با خوشحالی خندید. آره ولی فرق داره با آدمایی که کاهو و گوجه عمل میارن. اگه همه توی دنیا زور بزنن که خلع درست کنن تو مشکل بزرگی میفتیم. سکرو گفت ایده مثل ریشه آدما ندارن تا وقتی در بیاد اینو یکی گفته ولی یادم نیست کی مرد جوانتر گفت ولتر چانه را مالید و لبخند زد لبخندی شاد و ساده ولی پای من که وسط باشه حرف ولترم شاید بی ربط باشه میشه گفت من کلا بی ریشم ولی از بچگی عاشق فکر کردن بودم واقعا هم صورتش صاف بود و اثری از ریش در آن نمیدیدی ابروهایش باریک بود ولی پرپشت گوشهاش خوش فرم بود شبیه صدفهای دریایی قشنگ سوکورو گفت فکر میکنم منظور ولتر بیشتر از ایده تفکر بوده جوان سرش را کمی کچ کرد آدم رو درده که به تفکر میرسونه. ربطی به سن هم نداره چه برسه به ریش. اسم این جوان هایدا بود که در لغت میشد مزرعه خاکستری فومیاکی هایدا سوکورو شگفت زده فکر کرد آدم دیگری با یک رنگ آقای خاکستری گرچه خاکستری رنگ کم و بیش ملایمی بود هیچ کدامشان چندان به جوش نبودند ولی همچنان که به دیدار هم ادامه می دادند دوستی طبیعی میانشان پا گرفت و کم کم برای همدیگر از خودشان گفتند. تصمیم گرفتند هر روز صبح همدیگر را ببینند و طول استخر را با هم شنا کنند. هر دو شنای استقامت می کردند. شنای آزاد. البته هایدا کمی فرستر بود. از بچگی مدرسه شنا رفته بود و سبک شنای زیبایی داشت بی اینکه یک حرکت را هدر بدهد. دستهاش نرم حرکت می کرد مثل بالهای پروانه و تقریبا از آب بیرون نمی آمد. هایدا به سوکورو چند تمرین یاد داد و سوکورو هم بیشتر کار کرد تا سرانجام توانست پا به پای هایدا شنا کند. اوایل عمدتا از تکنیک های شنا حرف می زدند. ولی بعدتر حرفشان به موضوعهای دیگر هم کشیده شد. هایدا جوانی بود قد کوتاه ولی خوش قیافه. صورت کوچک و باریکی داشت مثل مجسمه ای از یونان باستان. ولی چهرهش در هر حال کیفیت ساده و کلاسیکی داشت با یک جور هوشمندی و توداری. از آن دست جوانهای خوشقیافهی نبود که بلافاصله توجه آدمها را جلب می کنند. ولی زیبایی مطبوع چهرش به مرور زمان به چشم می آمد. موهایش کوتاه بود و اندکی موج دار و سر و وضع راحتی داشت. شلوار کتان می پوشید و پیراهنهای رنگ روشن. ولی با وجود ظاهر سر و ساده و معمولیش بلد بود چطور لباس بپوشد. بیش از هر چیز عاشق مطالعه بود و مثل سوکرو کم رمان میخواند اولویتش فلسفه و آثار کلاسیک بود نمایشنامه هم دوست داشت و از طرفداران پر و پا قرص تراجدی های یونان بود تئاتر های سنتی موزیکال ژاپنی و تئاتر عروسکی را هم خوب می شناخت اهل منطقه آکیتا در شمالی ترین نقطه ژاپن بود. پوست خیلی سفیدی داشت و انگشت هایی کشیده. مثل سوکرو، الکل زود حالش را خراب می کرد ولی برعکس سوکورو می دانست موسیقی مندلسون و شومان چه فرقی دارند. به شدت خجالتی بود. و در جمع های بیش از سه نفر میکوشید نامرئی بماند. روی گردنش زخم کهنه سه سانتی عمیقی بود انگار چاقو خورده باشد ولی این زخم به این جوان آرام حال و هوایی غریب میداد هایدا بهار همان سال از آکیتا به توکیو آمده بود و در خوابگاهی دانشجویی نزدیک دانشگاه زندگی می کرد. ولی هنوز دوستی پیدا نکرده بود. وقتی هر دو دیدند با هم راحتند و کنار می آیند وقت بیشتری با هم گذراندند و هایدا کم کم چند باری به آپارتمان سکرو هم سر زد. اولین بار که به آپارتمان سوکورو رفت با تعجب پرسید یه دانشجو چطوری از پس کرایه همچین آپارتمانی برمیاد سوکورو توضیح داد که پدر من توی ناگویا معاملات املاک داره چندتا ملک هم توی توکیو داره این یکی از غذا خالی بود و اینجوری شد که گذاشت من توش زندگی کنم قبلا خواهر دومم اینجا زندگی میکرد ولی بعد که کالجش تموم شد از اینجا رفت و من اومدم اینجا به اسم شرکته حتما خونواده پولداری داری نه؟ زیاد مطمئن نیستم شاید نمیدونم فکر کنم خود پدرم هم نمیدونه مگه اینکه حسابدار و وکیل و مشاور مالیاتی و مشاور سرمایه گذاریش رو توی یه اتاق جمع کنه. ما الان ظاهرا وضع چندان بدی نداریم. برای همینه که همچین جایی زندگی میکنم. کنم. شاکر و خوشحالم باور کن. ولی به کسب و کار پدرت علاقه نداری؟ نه اصلاً. توی کار پدرم آدم سرمایش روحی این دست و اون دست میکنه. از این دست به اون دست و باز به این دست. برای من از سر تا ته تلاتومه. من مثل پدرم نیستم. خیلی بیشتر دوست دارم سرم گرم ساختن ایستگاه قطار باشه. گیرم که پول زیادی هم ازش در نیاد. لبخند پت و پهنی به صورت هایدانش نشست. تنها علاقه مشخصت. سوکورو بعد از فارغ و تحصیلی از کالج هم در همان آپارتمان ماند و در یک شرکت راه آهن که دفتر مرکزیش در شینجوکو بود مشغول به کار شد. سی سالش که شد پدرش مرد و این آپارتمان رسما از آن سوکورو شد. پدرش از قرار معلوم تمام این مدت تصمیم داشت آپارتمان را به سکرو ببخشد و بی اینکه او بداند از پیش سند را به نامش کرده بود. شوهر خواهر بزرگ سکرو کار پدرش را دست گرفت و سکرو بدون تماس زیادی با خانوادهش به کار در توکیو و ساختن ایستگاه قطار ادامه داد. سرزدنهایش به ناگویا کم و پراکنده ماند. وقتی برای مراسم تشییع پدرش به زادگاهش برگشت کما بیش انتظار داشت دوستانش برای ادای تسلیت بیایند. مانده بود اگر بیایند چطوری با آنها روبرو شود ولی هیچ کدامشان نیامد خیال سکرو راحت شده بود و در عین حال کمی هم قصهش گرفته بود. دوباره این فکر در ذهنش زنده شد که هرچه بینشان بوده واقعا تمام شده. دیگر هیچ وقت نمی توانستند به جای سابق برگردند. حالا هر پنج تایشان سی ساله بودند. دیگر در سنی نبودند که کسی بتواند انتظار جمع دوستانه هماهنگ و پیوسته ای از آنها داشته باشد. کم و بیش نصف آدم های دنیا از اسم خودشان متنفرند. سکرو در روزنامه یا مجلی تصادفا به این آمار برخورده بود. خودش جزء آن یکی نیمه بود. دست کم از اسمش متنفر نبود. شاید دقیق تر این که نمی توانست خودش را با اسم دیگری مجسم کند. یا اگر اسم دیگری داشت این زندگی را که تا به حال گذرانده بود نکرده بود اسم کوچک سوکورو رسما با یک حرف چینی نوشته میشد ولی او معمولاً آن را با خط ژاپنی هیراگانا آوانگاری می کرد و همه دوستانش فکر می کردن اسمش اساساً همینطوری نوشته می شود. مادر و دو خواهرش برای سکرو همان حرف چینی را جور دیگری تلفظ می کردن. و ساکو یا ساکوچان صدایش میزدند که به نظرشان ساده تر بود. اسم او را پدرش گذاشته بود. مدتها پیش از اینکه که سکرو به دنیا بیاید. معلوم نبود چرا. شاید به این خاطر که پدرش سالهای زیادی از عمر خودش را دور از هر چیزی که با ساختن ربط داشت سپری کرده بود. شاید هم در یک لحظه چیزی شبیه الهام سراغش آمده بود سائقی ای نادیدنی همراه با تندری بی صدا که نام سکرو را در مغزش داغ زده بود ولی پدرش هیچ وقت نگفت این اسم از کجا به سرش زده نه به سکرو گفت نه به هیچ کس دیگر با این حال وقتی بحث به اینجا کشیده بود که کدام حرف چینی را برای نوشتن سکرو انتخاب کنند حرفی را که به معنای آفریدن است یا حرف ساده تری به معنی ساختن یا بنا کردن پدرش مدتی دراز مردد ماند حروف ممکن است یک جور خوانده شوند ولی تفاوت‌های جزئیشان با هم زیاد است فرض مادرش این بود که سوکورو با حرف آفریدن نوشته می شود ولی سرانجام پدرش معنای ساده تر را برگزیده بود. بعد از مراسم پدرش مادر سکرو یاد بحثی افتاد که سر اسم گزاری شوهرش برای سکرو درگرفته بود. به سکرو گفت پدرت احساس می کرد که حرف آفریدن ممکنه باری روی دوشت بشه. حرف ساده تر هم سکرو خونده می شد و اون فکر کرد اسم بیقیتر و راحت تریه. دست کم باید بدونی که پدرت حسابی دربارش فکر کرد. هرچی باشه تو پسر اولش بودی. سکرو تقریبا هیچ خاطره ای نداشت که از نزدیک بودن به پدرش حکایت کند. ولی سر بحث انتخاب اسمش مجبور بود این را قبول کند. شکل بیقیتر و راحتتر سکو سکرو قطعا بیشتر مناسبش بود چون میشد گفت او هیچ رگه خلاق یا بکر و بدیعی در وجودش نداشت. ولی آیا هیچ کدام این حرفها بار زندگی او را سبک کرده بود؟ شاید به خاطر اسمش این بار شکل دیگری پیدا کرده بود ولی اینکه سبکترش کرده باشد سکرو تردید داشت به این ترتیب آدمی شد موسوم به سکرو تازاکی قبلش هیچ چیزی نبود یک چیز آشفته گنگ مبهم همین و نه بیشتر. یک تکه گوشت سه کیلو و اندی صورتی رنگ که تقریبا حتی از نفس کشیدن یا جیغ زدن در تاریکی عاجز بود. اول برایش اسم گذاشتند. بعد درک و هوشیاری و حافظش رشد کرد و سرانجام نفس و زمیرش. ولی همه چیز با اسمش شروع شده بود. اسم پدرش توشی و تازاکی بود. توشی و با حروفی نوشته میشد که معنی مردی که سود میبرد داشت. تازاکی در لغت به معنی شبه جزیره های فراوان بود. اسمی بی نقص برای مردی که راستی راستی هم در زمینه های فراوان سود فراوانی نصیبش شده بود. از بیپولی به شغلی پردرآمد رسیده بود خود را وقف کار معاملات املاک کرده بود و در دوران رونق اقتصادی ژاپن توفیق درخشانی نصیبش شده بود بعدش سرطان ریه گرفته بود و در 64 سالگی مرده بود. ولی این اتفاقها ها بعدتر افتاد. وقتی سکرو با هایدا آشنا شد پدرش هنوز سلامت بود. روزی پنجاه نخ سیگار بی فیلتر دود می کرد و خستگی ناپذیر و بی باک املاک اعیانی توکیو را خرید و فروش می کرد. حباب معاملات املاک همان موقع ترکیده بود ولی او هم پیش چنین خطری را کرده بود و مایملک خود را میان چند شرکت پخش کرده بود تا روی اصل داراییش کمتر اثر بگذارد. و هنوز مانده بود تا سایه شومی که بر ریه هایش افتاده بود خود را نشان دهد. هایدا به سوکورو گفت پدر من در دانشگاه دولتی آکیتا فلسفه درس میده. مثل من کار مورد علاقش فکر کردن به ایده های انتظاییه. موسیقی کلاسیک گوش میده و جوری کتاب ها رو میبلعه که نظیرش رو پیدا نمیکنی. تواناییش در پول درآوردن صفره و هر پولی که در میاره خرج کتاب و صفحه موسیقی میکنه. کم پیش میاد به خانوادش فکر کنه یا به پسنداز. کلش همیشه توی ابرهاست هاست. من تونستم تو توکیو درس بخونم فقط چون کالجم حسابی ارزونه و در خوابگاه زندگی میکنم. برای همین میتونم خرج و مخارجم رو پایین نگه دارم. سکرو پرسید گروه فیزیک به صرف تره یا گروه فلسفه؟ هایدا با همان لبخند پیروزمندانه همیشگیش گفت اگه از فارغ و تحصیلاشون حرف میزنی که هیچی در نمیارن. هر جفت رشته ها تقریبا یکی هن. مگه اینکه برنده جایزه نوبلی چیزی بشی. هایدا تک فرزند بود. هیچ وقت دوست زیادی نداشت و تنهاییش را سگش پر می کرد و موسیقی کلاسیک. خوابگاهش بهترین جا برای گوش کردن موسیقی کلاسیک نبود. و البته سگ هم نمیشد توش نگه داشت. برای همین هر بار با چند سیدی به آپارتمان سکرو می آمد و همانجا گوش میداد. بیشتر سیدی ها را از کتابخانه دانشگاه امانت می گرفت. گاهی تک و توک صفحه قدیمی خودش را هم می آورد. سوکورو دستگاه پخش صوت کم و بیش مقبولی در آپارتمانش داشت ولی خواهرش فقط چند تا صفحه از صفحه های بریمانیلو و پچاپ بویز جا گذاشته بود برای همین کم پیش می آمد سوکورو سراغ گرامافون برود هایدا ترجیح میداد موسیقی سازی گوش کند و موسیقی مجلسی و آواز. موسیقی هایی را که اجزای ارکسترال در آنها بلند و برجسته بودند دوست نداشت. سکرو چندان علاقه به موسیقی کلاسیک یا اساساً هر موسیقی دیگری نداشت. ولی از شنیدنش با هایدا لذت میبرد. یک بار که داشتن به یک قطعه پیانو گوش می کردند، سکرو دید این قطعه را قبلا هم چند بار شنیده ولی اسم قطعه یا آهنگ سازش را نمیدانست. قطعی بود آرام و غمانگیز که با ملودی کند و به یاد ماندنی از چند تکنوت شروع می و بعد ترکیبی میشد از چند واریاسیون ملایه سکرو سرش را از روی کتابش بلند کرد و از هایدا پرسید که این چقدر قطعه است. لومل دوپی مال فرانس لیست از سویت سالهای زیارتش سال اول سوئیس. لومل چی؟ لومل دوپی به زبان فرانسه است. معمولا ترجمه میشه به غم قربت. ترجمه دقیق ترش اینه غمی بی جهت که با تماشای دشت به دل میفته ترجمه دقیقش کار سختیه دختری رو میشناختم که خیلی این قطعه رو میزد از هم کلاسی های دبیرستانم بود هایدا گفت من همیشه اینو دوست داشتم ولی زیادم معروف نیست. دوستت پیانیست خوبی بود؟ گفتنش سخته. من زیاد از موسیقی سر در نمیارم ولی هر بار میشنیدم میدیدم قشنگه. چطوری بگم؟ غم ملایمی توش بود ولی پرسوز و گداز هم نبود. هایدا گفت پس حتما دوستت خوب میزده. این قطعه ظاهرا تکنیک ساده ای داره ولی در آوردن حسش کار سختیه. اگه درست روی نوت بزنی حوصله سربر میشه. کافی اشتباه بری و تفسیر قلیزی ازش بکنی. اون وقت خیلی پیش پا افتاده میشه. فرقش توی شکل کار کردن با پداله. روح قطعه رو عوض میکنه. الان کی داره پیانو میزنه؟ یک پیانیست روس لازار برمان وقتی کارهای لیست رو میزنه انگار داره منظره خیالی لطیفی رو برات نقاشی میکشه. آدم ها معمولا قطعه های پیانوی لیست رو سطحی و تکنیکی میبینن. البته اون قطعه های پیچیده هم داره ولی اگه خوب به موسیقیش گوش کنی عمقی توش کشف می کنی که زیر اون همه شاخ و برگ و آب و تاب خوابیده و تو اولش متوجه نشدی مخصوصا سویت سالهای زیارتش پیانیست زندهی که بتونه این قطعه رو اینجور دقیق و قشنگ بزنه کم داریم. از پیانیست های امروزی تر برمان خوب درش آورده. از پیانیست های قدیمی تر هم آرانو. پای موسیقی که وسط می آمد، هایدا پر حرف می شد. بعدش از ویژگی های اجرای برمان گفت ولی سکرو تقریبا گوشش به او نبود. در عوض تصویری از شیرو در حال نواختن این قطعه پیش چشمش جان گرفت. تصویری ذهنی، واضح و سبودی، انگار آن لحظه های زیبا خلاف فشار معقول زمان شناکنان از میان آب راهی برمیگشتند. پیانوی گیراند یاماها در اتاق نشیمن خانهش همیشه از جدیت شیرو حکایت می کرد و همیشه هم کوک بی نقصی داشت. روی سطح براغش هیچ لک یا اثر انگشتی که جلوش را خراب کند نبود. نور بعد از ظهر که از صافی پنجره میگذشت سایه هایی که سرف ها بر باغ می انداختند. پرده تور که در نسیم تکان میخورد، فنجانهای چای روی میز. موهای سیاهش که به دقت از پشت بسته بود. حالت مسمم صورتش که به نطها خیره شده بود. ده انگشت کشیده خوشایندش روی کلیدها، پاهاش که به دقت پدالها را می فشردند نیروی نادیدنی در آنها بود که انگار وقتهای دیگر تصورش هم غیر ممکن بود نرمه ساقهای پایش مثل چینی لعاب خورده سفید و نرم بود. هر بار از شیرو میخواستند چیزی بزند معمولا این اولین ای بود که میزد. لو ملد و پی غمی بیدلیل که با تماشای دشت به دل میافتد غم قربت سودا زدگی سکرو پلک های خود را نرم و سبک روی هم گذاشت و خود را تسلیم موسیقی کرد. حس می کرد را حالی تسلی ناپذیر و خفقان آور تنگ کرده. انگار بی این که فهمیده باشد یک تکه ابر سفت را بلعیده باشد. این قطعه تمام شد و قطعه بعدی شروع شد ولی سوکورو چیزی نگفت و فقط گذاشت آن صحنه ها به ذهنش هجوم بیاورند هایدا هرازگاه نگاهی به او میانداخت هایدا همانطور که صفحه را توی جلش میگذاشت گفت اگر از نظر تو اشکالی نداره میخوام این سفر رو بذارم همینجا بمونه. در هر حال نمیتونم توی خوابگاه گوش کنم. این جعبه سه صفحهی هنوز در آپارتمان سکرو بود. جا خوش کرده کنار صفحه های بریمانیلو و پچاب بویز. هایدا آشپزی فوقلاده بود. از سر تشکر بابت اینکه سوکورو به او اجازه میداد موسیقی گوش کند خرید میکرد و در آشپزخانه او غذا میپخت خواهر سوکورو یک دست قابلمه و تابه گذاشته بود و یک دست بشقاب و کاسه ارسیه سوکورو مثل بیشتر اساسه و تلفن‌های گاه و بگاه یکی از دوست پسرهای سابقش ببخشید خواهرم دیگه اینجا زندگی نمیکنه. سکرو و هایدا هفته ای دو سه بار شام را با هم می خوردند. موسیقی گوش می کردند, حرف میزدند و دست پخت هایدا را می خوردند. قضاها اغلب ساده بود. قضاهای روزمره. با این حال زمان تعطیلات که هایدا وقت بیشتری داشت دستورهای پیچیده تر آشپزی را امتحان می کرد. هرچه می خوشمزه بود. به نظر می رسید در آشپزی نوبوغ دارد. هرچه می پخت املت ساده، سوپ میسو، سس خامه، ماهرانه و هوشمندانه بود. سکرو نیمه شوخی می گفت چه بد که فیزیک میخونی باید رستوران باز کنی هایدا میخندید فکر بدی هم نیست ولی دوست ندارم یه جا پابند بشم. میخوام آزاد باشم که هر جا و هر وقت خواستم برم و به هر چی میخوام فکر کنم. حتما همینطوره ولی کار ای نیست. نه نیست ولی من تصمیمم رو گرفتم. میخوام همیشه آزاد باشم. آشپزی رو دوست دارم ولی نمیخوام اسیر آشپزخونه بشم و شغلم این باشه. اگه این اتفاق بیفته بالاخره از یکی بدم میاد. از یکی بدت میاد؟ هایدا گفت آشپز از پیشخدمت بدش میاد. جفتشون از مشتری. یک جمله از نمایش نامه آشپزخانه آرنولد وسکر آدم هایی که آزادیشون گرفته میشه آخر سر همیشه از یکی بدشون میاد. مگه نه؟ مطمئنم نمیخوام اینجوری زندگی کنم. هیچ جور محدودیت و تحمیل. آزاد فکر کردن. امیدت همچین چیزهاییه؟ دقیقاً. ولی به نظر من محال آزاد فکر کردن ساده باشه. معنیش اینه که جسم تو کنار بزنی. قفس گوشتی تن تو رها کنی. زنجیرها رو پاره کنی و بذاری منطق ناب پرواز کنه. جان طبیعی بخشیدن به منطق. این هسته فکر آزاده. اما ساده به نظر نمیرسه. هایدا سرتکان داد. نه بسته به اینکه چطور نگاهش کنی اون قطرها هم سخت نیست. بیشتر آدم ها گاهی بی این که خودشون بفهمن همین کار رو میکنن. اینطوریه که موفق میشن از نظر روانی سالم بمونن. فقط حواسشون نیست که دارن این کار رو میکنن. رو به این حرف فکر کرد. از حرف زدن با هایدا درباره این دست فکرهای انتظایی و نظری لذت می برد. سکرو معمولا اهل حرف زدن نبود ولی حرف زدن با این جوان چیزی داشت که ذهنش را برمیانگیخت و گاهی حرف همینطور به زبانش می آمد. در ناگویا در جمع پنجتاییشان نقشش معمولا بیشتر از شنونده ای محض نبود. سکرو گفت ولی جز این که بتونی خداگاه این کار رو بکنی نمیشه به آزادی ای که حرفش رو میزنی دست پیدا کرد. مگه نه؟ هایدا سرتکان داد. دقیقاً ولی همونقدر سخته که بخوای هوشیار خواب ببینی. بالاتر از حد آدم معمولیه. با این حال تو میخوای این کار رو آگاهانه بکنی؟ میشه اینجوری گفت. فکر نکنم این فن رو در گروه فیزیک تدریس کنن. هایدا خندید. هیچ وقتم چنین انتظاری نداشتم. چیزی که اینجا دنبالشم محیط آزاده و وقت. همین. در محیط دانشگاهی اگه بخوای بحث کنی که فکر کردن به چه معنیه لازمه که اول روی یک تعریف نظری توافق کنی و این درست همون جاییه که همه چیز قراغاتی میشه اصالت چیزی نیست جز تقلید خردمندانه این رو ولتر میگه که واقع راست تو باهاش موافقی؟ هر چیزی حد و مرز داره فکر هم همینجور. نباید از حد و مرزها ترسید. ولی نباید از پاک کردنشون هم عبایی داشت. اگه میخوای آزاد باشی مهمتر از هر چیزی اینه احترام به حد و مرزها و عصبانیت از اونها همیشه چیزهای فرعی درجه دو مهمترین چیزهای زندگی هن. فقط همین رو میتونم بگم. سکرو گفت میتونم یه سوال ازت کنم. حتما در ادیان مختلف پیامبرها در یک جور خلصه و بیخودی پیامی رو از وجود مطلق دریافت میکنن. قبول داری؟ بله درسته. و این پیام از حد و مرز شخص پیامبر خارج میشه و گسترده تر و جهانی تر عمل میکنه. باز هم درسته. ولی توی این پیام نه تناقضی هست نه ابهامی. هایدا در سکوت به تایید سرتکان داد. سوکورو گفت نمیفهمم اگه این درسته پس اراده آزاد انسان چه ارزشی داره هایدا گفت یه سوال عالی و لبخندی زد از آن لبخندها که گربه ای خوابالود در آفتاب کش و قوس کنان می زند. کاش برات جوابی داشتم ولی ندارم یعنی هنوز ندارم. هایدا کم کم شبهای آخر هفته در آپارتمان سکرو ماند. تا دیر وقت حرف می زدند و بعد هایدا کاناپه تاشو اتاق نشیمن را باز میکرد و رویش می خوابید. صبح قهوه درست میکرد و خاگی نمی پخت. هایدا روی قهوه دقت زیادی به خرج می داد. همیشه از دانه های خوش عطر مخصوصی استفاده می کرد که با آسیا برقی کوچکی که با خود آورده بود می سابیده علاقش به دانه های قهوه تنها تجمل زندگی فقیرانه و محقرش بود. سکرو برای این دوست و محرم تازه از زندگی شخصیش می گفت. ولی هنوز از سر احتیاط اسمی از چهار دوستش در ناگویا نمی آورد. چیزی نبود که بشود ساده ازش حرف زد. زخمها هنوز بیش از حد تازه بودند. بیش از حد عمیق. با این حال وقتی با دوست جوانش بود می توانست آن چهار تا آدم را به کلی فراموش کند. نه، فراموش کردن تعبیر درستی نبود. درد اینجور ترد شدن همیشه با او بود. ولی حالا مثل جز و مد بالا می آمد و پس می رفت. گاهی تا پاهاش بالا می آمد، گاهی هم عقب می کشید و آنقدر دور می شد که دیگر به سختی به چشم می آمد. سکرو اندک اندک حس می کرد که در خاک تازه توکیو ریشه می دواند و زندگی تازهی بنا می کند. البته زندگی جمع و جور و تنها. دورانی که در ناگویا سپری کرده بود حالا بیشتر حال و هوای گذشته ها را داشت و کم و بیش بیگانه بود. این بی تردید گامی رو به جلو بود که رخ دادنش در زندگی او را هایدا دوست تازش امکان پذیر کرده بود. هایدا درباره هر چیزی دیدگاهی داشت و همیشه می توانست در خصوص چشمانداز فکریش از دیدگاه منطقی بحث کند. سکرو هرچه بیشتر با این دوست جوانتر از خودش وقت می احترامش به او بیشتر می شد. با این حال نمی توانست بفهمد چرا هایدا جذب او شده یا چرا اصلا برای هایدا جالب است ولی هر دو از مصاحبت هم آنقدر لذت می بردند که وقتی که صرف دست انداختن هم میکردند در یک چشم بر هم زدن میگذشت با این حال سکرو گاهی وقتها که تنها بود آرزوی دوست دختر می کرد. می خواست کسی را نزدیک خود بگیرد. نوازشش کند و عطر تنش را به سینه بکشد. برای جوانی سالم میلی بود طبیعی. ولی وقتی سعی می کرد زنی را مجسم کند به دلیلی تصویر شیرو و کرو پیش چشمش می آمد. در این دنیای خیالی آنها همیشه به شکل زوجی جدایی ناپذیر پدیدار می شدن. و این همیشه حال قنبار توضیح ناپذیری به سکرو میداد. فکر می کرد چرا حتی الان هم همیشه باید این دو نفر باشند. آنها که صاف و پوسکنده ردم کردند. گفتند دیگر نمیخواهند مرا ببینند نه با من حرف بزنند پس چرا نمی توانند بی صدا راهشان را بگیرند بروند و تنهایم بگذارند سکرو آن روزها بیست ساله بود. ولی هیچ وقت کسی را در آغوش نگرفته بود، دستی را نگرفته و حتی با کسی قرار هم نگذاشته بود. سکرو اغلب فکر می کرد یک جای کارم باید عیب و ایراد اساسی داشته باشد. چیزی باید جلوی جریان طبیعی احساساتم را گرفته باشد شخصیتم را کج و کوله کرده باشد ولی نمیفهمید آیا این گرفتگی زمانی درست شده بود که چهار دوستش تردش کردند یا اینکه مشکلی ذاتی و ساختاری بود و بی ربط به ضربه‌ای که خورده بود شنبه شبی طبق معمول با هایدا تا دیر وقت شب بیدار ماندند و حرف زدند. تا سرانجام بحثشان به مرگ کشیده شد. در اهمیت مرگ حرف زدند و در اجبار زندگی کردند. با اینکه میدانی قرار است بمیری. عمدتا بحث نظری میکردند. سکرو دلش میخواست بگوید به تازگی چقدر نزدیک مرگ بوده و از تغییرات عمیقی که این تجربه هم جسمی و هم روحی برایش ایجاد کرده بود بگوید. میخواست برای هایدا از چیزهای غریبی که دیده بود تعریف کند. ولی میدانست که اگر لب تر کند، ناگزیر می شود زنجیره رخدات ها را از اول تا آخر نقل کند. برای همین این بار هم مثل همیشه هایدا بیشتر حرف زد و سکرو فقط تکیه داد و گوش کرد. کمی بعد از ساعت یازده شب حرفشان ته کشید و اتاق در سکوت فرو رفت اینجور وقتها معمولا بلند میشدند و میرفتند که بخوابند هر دو سهرخیز بودند ولی امشب هایدا همان جایی که نشسته بود ماند روی کاناپه چهار زانو غرق در فکر بعد با لحنی مردد که به اون نمی آمد شروع کرد به حرف زدن. من درباره مرگ ماجرای عجیبی دارم. داستانی که پدرم برام گفته. پدرم می گفت خودش در بیست و دو سه سالگی واقعا تجربه کرده. همین سن الان من. این داستان رو از بس شنیدم تک تک جزئیاتش یادم مونده واقعا عجیبه همین الانش هم برام سخت باور کنم که واقعا اتفاق افتاده باشه ولی پدر من آدمی نیست که درباره همچین چیزی دروغ بگه یا آدمی باشه که همچون داستانی از خودش ببافه حتما میدونی که وقتی آدم از خودش قصه میبافه با هر بار تعریف جزئیاتش عوض میشه. دلت میخواد به داستان آب و تاب بدی یادت میره دفعه پیش چی گفتی. ولی داستان پدر من هر بار که تعریفش میکرد از سر تا ته همیشه یک چیز بود. برای همین به نظرم حتما خودش تجربه کرده. من پسرشم و خوب میشناسمش. پس چاره ای ندارم جز این که حرفش رو باور کنم. ولی تو پدرم رو نمیشناسی سکرو. برای همین راحت باش و میخوای باور کن میخوای نکن. فقط متوجه باش که اینو خودش برام گفته. میتونی به چشم یه قصه آمیانه ببینیش یا افسانه ای ماورایی برا مهم نیست. داستانش طولانیه و دیگه دیر وقت شده. ولی از نظر تو ایرادی نداره تعریفش کنم. سکرو گفت اصلا ایرادی نداره. هنوز خوابم نگرفت. هایدا اینطور شروع کرد. پدرم جوان که بود یک سال بلند شد دور ژاپن را گشت. آخر سالهای دهه شست بود. اوج دوران تقابل فرهنگی که جنبش دانشجویی داشت دانشگاه ها را کل پا می کرد. همه جزئیات را نمیدانم ولی وقتی توی کالج توکیو بود کلی اتفاق احمقانه افتاد او هم از سیاست زده شد و جنبش را ول کرد. از کالج مرخصی گرفت و دور کشور چرخید. کارهای عجیبی کرد که پول در بیاورد. هر موقع وقت پیدا میکرد کتاب می خاند، با همه جور آدم آشنا شد و کلی تجربه واقعی و به درد بخور در زندگی پیدا کرد. پدرم میگوید این شادترین دوران عمرش بوده و پیش بقیه سالهای زندگی درسهای مهمتری از آن دوران گرفته. بچه که بودم برایم داستانهایی از آن روزها نقل می کرد. مثل سرباز پیری که یاد جنگهای قدیمی در سرزمینهای دور دست بیفتد. روزهای کولیوارش که تمام شد به کالج و زندگی دانشگاهی برگشت. دیگر هیچ وقت هم سفر طولانی نرفت. تا جایی که من میدانم از آن به بعد فقط از خانه به دفتر کارش رفته و برگشته. عجیب است نه؟ هر قطر هم زندگی آدم ساکت و سازگار به نظر برسد همیشه زمانی در گذشته بوده که آدم وضعیت بغرنجی داشته زمانی بوده که بگی نگی زده به سرش فکر کنم آدمها در زندگی به این مقطع نیاز دارند زمستان آن سال پدر هایدا کارگر ساده مهمانسرای کوچکی شد کنار چشمه آب گرمی در کوهستان اوویتا در جنوب ژاپن. واقعا آنجا را دوست داشت و تصمیم گرفته بود مدتی همانجا بماند. تا وقتی وظایف روزانه و کارهای متفرقه ای را که ازش میخواستند انجام میداد میتوانست باقی وقتش را هر جور خواست بگذراند حداقل دستمز را بهش میدادند ولی اتاق مجانی و سه وعد غذا در روز داشت و هر قطر هم میخواست میتوانست در چشمه آب گرم حمام کند وقت آزاد که پیدا میکرد توی اتاق باری کش دراز می کشید و کتاب می خواند. بقیه کارکنان آنجا با این دانشجوی کم حرف عجیب قریب توکیویی مهربان بودند. غذاها هم ساده ولی خوشمزه بود با مواد تازه محلی. مهمتر از همه آنجا از دنیای بیرون به کلی مجزا بود. تلویزیون آنتن نمیداد و روزنامه یک روز دیرتر می رسید. نزدیکترین ایستگاه اتوبوس سه کیلومتر پایینتر از مهمان سرا بود. و تنها وسیله که در آن جاده ناجور تا بالا می آمد و برمیگشت جیپ قدیمی قر و زوار در رفته مهمان سرا بود. مهمانسرا تازه برخ کشی شده بود. جلوی مهمانسرا رود کوهستانی زیبایی بود که میشد از داخلش کلی ماهی رنگارنگ و گوشتی گرفت. پرنده های پرسرسدا مدام روی سطح آب سر میخوردند و جیغ های گوش خراش می کشیدند. و غیرادی نبود اگر چشمت به گراسهای های وحشی یا میمونهایی بیفتد که آن حوالی میپلکیدند کوهستان گنجینهای بود از گیاهان وحشی خوراکی در این محیط پرت هایدای جوان میتوانست خود را غرق مطالعه و تفکر کند دیگر برایش مهم نبود که در دنیای واقعی چه میگذرد دو ماه که از اقامتش در مهمان سرا گذشت کم کم سر حرفش با یکی از مهمانهای آنجا باز شد. مردی ظاهرا چهل و چهار پنج ساله قد بلند با دست و پاهای لاغر و موهای کوتاه. عینک قاب طلایی میزد و موهایش داشت میریخت. جوری که بالای سرش به صافی تخم مرغ تازه بود. جاده کوهستانی را خودش تنها با یک کیف پلاستیکی سفری به دوش پیاده آمده بود بالا و یک هفته ای می شد که در مهمان سرا اقامت داشت. هر وقت بیرون میرفت کاپشن چرم می پوشید با جین و چکمه. روزهای سرد یک کلاه کپی پشمی و شال سرمی هم به لباسهایش اضافه می کرد. اسمش میدوریکاوا بود. دست کم این اسمی بود که وقت رزرو اتاق در مهمان سرا نوشته بود. کنار آدرسش در شهر کوگانی حوالی توکیو. هر روز صبح کرایه اقامت شب قبلش را نقد می پرداخت. سکرو فکر کرد. میدوریکاوا رود سبز. یک آدم رنگی دیگر ولی چیزی نگفت و به ادامه داستان گوش کرد میدوری کاوا کار خاصی نمی کرد. روزش را به آب تنی در چشمه روباز می گذران و پیاده روی در تپه های اطراف یا زیر کرسی دراز می کشید و کتاب را که با خود آورده بود می خاند. اغلب داستان های ساده جنایی شبها دو بطری کوچک ساکی داغ میخورد. نه بیشتر نه کمتر. به اندازه پدر هایدا کم حرف بود و هیچ وقت حرفی نمیزد مگر اینکه لازم باشد. با این حال به نظر نمی آمد مزاحمتی برای کارکنان مهمان سرا داشته باشد. آنها به این جور مهمان عادت داشتند. همه آدمهایی که به این چشمه آب گرم در این ناحیه دورافتاده جنگلی می آمدند عجیب و غریب بودند. کسانی که مدتی طولانی می ماندند عجیب و غریب تر. یک روز صبح پیش از سپیده دم هایدا داشت در چشمه آب گرم روباز کنار رودخانه آب تنی می کرد که می آمد تنی به آب بزند. سر حرف را با او باز کرد. به نظر می رسید می کاوا به دلیلی علاقه زیادی به این کارمند جوان با این کار عجیب و غریبش پیدا کرده. شاید این علاقه تا حدی از وقتی شروع شده بود که دیده بود هایدا توی ایوان کتابی از جور باتای می خاند. میدوری کاوا گفت من یک پیانیست جزم اهل توکیو چندتایی ناکامی شخصی داشتم و فشارهای روزانه داشت خوردم می کرد. برای همین تنهایی به این جای آروم در قلب جنگل اومدم به این هوا که تجدید قوا کنم راستش رو بخوای بی هیچ برنامه ای راه افتادم و سر از اینجا درآوردم. اینجا رو دوست دارم. هیچی نداره جز چیزهای اولیه. شنیدم که تو هم از توکیو میای. هایدا همانطور که در نور خفیف سهرگاه تن به آب داغ سپرده بود به مختصرترین شکل ممکن وضعیت خودش را توضیح داد. اینکه از کالج مرخصی گرفته و دور کشور گشته گفت در ضمن راه دانشگاه هم بسته شده و هیچ دلیلی برای ماندن در توکیو نیست میدوری پرسید برات جالب نیست که بدونی الان تو توکیو چه خبره واقعا تماشایی هر روز جنجال پشت جنجال مثل اینکه کل دنیا زیر و رو میشه ناراحت نیستی که داری همه اینا رو از دست میدی هایدا جواب داد دنیا به این سادگی ها زیر و رو نمیشه آدما هستن که زیر رو میشن بابت از دست دادن این چیزا حال بدی ندارم به نظر می رسید میدوری کاوا از روک و کوتاه حرف زدن این جوان خوشش آمده. از هایدا پرسید نمیدونم این دوروبر جایی هست که بتونم پیانو بزنم؟ هایدا جواب داد پشت این کوه یک دبیرستان است که بعد از ساعت درسی ممکن است اجازه بدهند توی سالن موسیقیش پیانو بزند. میدوریکاوا کاوا از شنیدنش خوشحال شد. گفت اگه درد سری نباشه ممکنه منو ببری؟ هایدا این درخواست را با صاحب مهمان سرا مطرح کرد و او هم توصیه کرد که هایدا میدوریکاوا کاوا را تا مدرسه همراهی کند. صاحب مهمان سرا به دبیرستان زنگ زد که هماهنگ کند. بعد نهار دو نفری در کوهستان راه افتادند. باران تازه بند آمده بود و مسیر لغزنده بود ولی میدوریکاوا که بند کیف دوشیش را ضربدری به شانه انداخته بود تند و با قدم های مطمئن جلو میرفت. سر و شهری بود ولی قوی تر از چیزی بود که به نظر می رسید. صف کلید پیانوی دیواری سالن موسیقی ناصاف بود. کوک هم نبود. ولی در مجموع میشد تحمل کرد. میدوری کاوا روی صندلیاش که جیرجیر میکرد نشست. انگشتها را جلو برد و روی هشتاد و هشت تا کلید کشید. بعد شروع کرد و چند تا آکورد زد. آکورد های پنجم، نهم و یازدهم. انگار چندان از صدا راضی نبود ولی به نظر می رسید همین که کلیدها را فشار می دهد راضی است. هایدا که حرکت چالاک و نرم انگشت او را روی صفحه کلید تماشا می کرد. فکر کرد میدوریکاوا حتما پیانیست مشهوری است. میدوریکاوا بعد از امتحان کردن پیانو کیسه پارچه ی کوچکی از کیف دوشیش درآورد و با احتیاط روی پیانو گذاشت. پارچه این کیسه گران قیمت بود و درش با بند گره خورده بود. هایدا پیش خودش فکر کرد شاید خاکستر مرده کسی باشد. ظاهرا عادت داشت هنگام پیانو زدن این کیسه را روی پیانو بگذارد. از حالتی که کیسه را درآورد و گذاشت پیدا بود بارها این کار را کرده میدوری کاوا با تردید شروع کرد به نواختن آهنگ حوالی نیمه شب اول هر آکورد را با دقت و با احتیاط نواخت مثل آدمی که انگشت های پا را در آب رود فرو کند تا سرعت آب را بسنجد و جای پا پیدا کند. بعد از اینکه ملودی اصلی را نواخت، بداه نوازی طولانی را شروع کرد. هرچه پیشتر میرفت انگشتهایش هایش فرزتر می شدند و پرزورتر. مثل ماهی که در آب زولال شنا کند. دست چپش دست راست را برمیانگیخت و دست راست محرک دست چپ بود. پدر هایدا زیاد از جز سرشته سر نداشت. ولی از قضا با این قطعه که مال تلونیوس مانک بود آشنا بود. و اجرای کاوا حق مطلب را ادا کرد. نواختنش چنان پرشور و پرروح بود که هایدا ناکوکی پیانو را فراموش کرد هایدا در سالن موسیقی دبیرستان در قلب کوهستان تنها شنونده این موسیقی بود و حس می‌کرد تمام ناخالصی‌های های وجودش شسته می شود. ترکیب زیبایی سریح موسیقی با هوای تازه سرشار از اکسیژن و آب خنک زلال رود کاملا هماهنگ عمل می کرد. میدوریکاوا غرق نواختن بود انگار همه اجزاء کم اهمیت واقعیت ناپدید شده بودند. هایدا هیچ وقت کسی را این همه غرق کارش ندیده بود. نمی توانست از ده انگشت میدوری کاوا چشم بردارد. انگشت هایی که مثل موجوداتی مستقل و جاندار در حرکت بودند. پس از یک روب میدوری کاوا از نواختن دست کشید. حوله زخیمی از کیف دوشیش درآورد و به دقت صورت خیس عرقش را پاک کرد. مدتی چشمها را بست. انگار که در خلص فرو رفته باشد. سرانجام گفت خب دیگه بسه برگردی. دست دراز کرد. کیسه پارچه ای را از روی پیانو برداشت و آهسته به کیف دوشیش برگرداند. هایدا دل به دریا زد و پرسید. توی اون کیسه چیه؟ میدوری کاوا فقط گفت تلسم شانس. یعنی چیزی مثل خدای محافظ پیانو؟ میدوریکاوا با لبخندی خسته جواب داد نه بیشتر مثل همزادم قصه غریبی پشتشه ولی خیلی طولانیه و متاسفانه خسته تر از اونم که الان تعریفش کنم هایدا مکس کرد نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و نگاهی به سکرو او البته هایدای پسر بود ولی هایدای پدر در این داستان هم سن او بود. برای همین کم کم هر دو در ذهن سکرو هم پوشانی پیدا کرده بودند. حس غریبی بود. انگار این دو زمان جدا از هم یکی شده بود. شاید هایدای پدر نبود که این ماجرا را تجربه کرده بود هایدای پسر بود شاید خود هایدا تجربهش کرده بود و فقط داشت از زبان پدرش نقل می کرد. سکرو توانست این توهم را از سر دور کند. داره دیر میشه. اگه خوابت گرفته میتونم بعدن تمومش کنم. نه نه خوبم خوابم نمیاد. سکرو در واقع دوباره سرحال شده بود و میخواست باقی داستان را بشنود. هایدا گفت باش پس ادامه میدم منم خوابم نمیاد. این تنها باری بود که هایدا پیانو زدن میدوریکاوا را شنید. میدوریکاوا بعد از اینکه در سالن موسیقی دبیرستان حوالی نیمه شب را نواخت انگار علاقش به پیانو زدن را دیگر پاک از دست داد. هایدا کوشید او را از خودش بیرون بکشد. پرسید دیگه نمیخواین بزنی؟ ولی تنها پاسخش تکان سر میدوری کاوا در سکوت بود. هایدا دیگر چیزی نپرسید. میدوری کاوا دیگر تصمیم نداشت پیانو بزند. هایدا دلش میخواست میتوانست فقط یک بار دیگر پیانو زدنش را بشنود. میدوری کاوا نوبوقی واقعی داشت شک نبود. نواختنش این قدرت را داشت که شنونده را جسمی و روحی تکان بدهد به دنیای دیگر ببردش کار هر کسی نبود ولی این نبوغ استثنایی برای شخص میدوریکاوا چه معنایی داشت هایدا درست درک نمیکرد آیا داشتن نبوغی مثل نبوغ میدوریکاوا سعادتی شگفتانگیز بود یا باری بر دوش موهبت یا آفت یا همزمان همه اینها در هر حال میدوری کاوا ظاهرا آدم چندان خوشحالی نبود. حالت قیافش میان غم و بی تفاوتی در نوسان بود. هر آزگاه لبخندی خفیف روی لبهایش می نشست ولی همیشه تودار و اندکی تن آمیز بود. یک روز که هایدا داشت در حیات پشتی هیزم می شکست میدوری کاوا سراغش آمد. پرسید ساکی میخوری؟ هایدا جواب داد یک کم. کم خوبه. میتونی امشب با من بخوری؟ از تنهایی خوردن خسته شدم. ازش کمی کار دارم ولی ساعت هفت و نیم خلاص میشم. باشه. پس بیا به اتاقم. وقتی هایدای جوان به اتاق میدوری کاوا رسید شام برای هر دو روی میز چیده شده بود. کنار بطری های ساکی داغ. روی هم نشستند. غذا خوردند و نوشیدند. میدوری کاوا کمتر از نصف بشقابش را خورد و بیشتر ساکی نوشید که برای خودش میریخ. از زندگیش چیزی نگفت. در عوض از هایدا پرسید که کجا بزرگ شده. در آکیتا و از زندگی دانشجوییش در توکیو سوال کرد. وقتی فهمید هایدا فلسفه میخواند چند تا سوال فنی پرسید. درباره دیدگاه جهانی هگل، درباره مکتوبات افلاتون، معلوم شد که او به صورتی روشمند همه این قبیل کتابها را خوانده. معلوم شد فقط داستانهای جنایی نمی خاند. میدوریکاوا گفت که اینطور پس تو به منطق باور داری. درسته؟ هایدا جواب داد بله به منطق باور دارم و بهش تکیه می کنم. در هر حال فلسفه کلا همینه. پس زیاد از چیزایی که با منطق سازگار نباشه خوشت نمیاد. صرف نظر از اینکه خوشم میاد یا نه فکر کردن به چیزهایی رو که منطقی نیستن رد نمی کنم. این طور نیست که ایمان عمیق و مطلقی به منطق داشته باشم. فکر کنم فصل مشترک امور منطقی و غیر منطقی مهمه. به شیطان اعتقاد داری؟ شیطان؟ منظورتون شیطان شاخداره؟ آره اینو که واقعا شاخداره یا نه نمیدونم. اگر منظورتون شیطان به عنوان استعاره از شره البته که بهش اعتقاد دارم. و اگر این استعاره شیطان شکل واقعی پیدا کنه؟ هایدا گفت نمیدونم مگر اینکه واقعا ببینمش ولی وقتی دیدیش شاید دیگه دیر شده باشه خب ما اینجا داریم فرضی حرف میزنیم اگه بخوایم بیشتر دنبالش کنیم نیاز به نمونه های عینی داریم مثل پلی که پایه آهنی لازم داره. هر قصر فقط با فرضی جلوتر بری مسیر لغزنده تر میشه. هر نتیجه که ازش بگیری غلط انداز تر میشه. میدوری کابا گفت نمونه؟ جرعه از ساکیش نوشید و اخم کرد. ولی گاهی وقتی نمونه واقعی پیدا بشه همه چیز محدود میشه به این سوال که آیا قبولش میکنی یا نه بهش باور داری یا نه دیگه هیچ حد وسطی وجود نداره مجبوری یه شیرجه ذهنی بزنی و منطق هم نمیتونه از این موقعیت نجاتت بده بله شاید نتونه به هر حال منطق کتابچه راهنمای دم دستی نیست که بشه تندی رفت سراغش. ولی بعدتر باید بتونی تو هر موقعیت مفروضی منطق رو به کار بگیری. ولی اون موقع ممکنه خیلی دیر شده باشه. اما این هیچ ربطی به منطق نداره. میدوری کاوا لبخند زد. البته راست میگی. حتی اگه توی مسیر هم بفهمی دیگه خیلی دیره. این با منطق فرق میکنه یک استدلال قرص و محکمه جایی برای بحث نیست شما همچین تجربه داشتین آقای میدوریکاوا تجربه پذیرفتن چیزی باور کردنش شیرجه اونور منطق میدوریکاوا گفت نه من به هیچی باور ندارم نه به منطق نه به خلاف منطق نه خدا نه شیطان نه تعمیم دادن فرضیه ها نه چیزی مثل شیرجه هر چیز رو همون جور که هست بی حرف قبول می کنم. راستش مشکل اساسی منم همینه نمیتونم بین عینیت و ذهنیت درست خط بکشم ولی تو موسیقی که با استعدادین. اینجوری فکر میکنی؟ بله موسیقی شما میتونه آدم و تکون بده. من از جز زیاد سر در نمیارم ولی در این حد مطمئن نه. میدوری کاوا بی میل سرتکان داد که نه. گاهی استعداد داشتن ممکنه چیز خوبی باشه. تو خوش قیافه ای. توجهها رو جلب می کنی. اگه خوششانس باشی پولم در میاری. زنها دوروبرت میان. از این منظر استعداد داشتن از استعداد نداشتن بهتره. ولی استعداد به تنهایی وقتی کار میکنه که پشتوانش یک تمرکز فیزیکی باشه و ذهنی سرسخت و سرکش. کافی یه پیچ تو مغزت شل بشه و بیفته. یا ارتباطی توی تنت مختل بشه تا تمرکزت از بین بره. مثل شب نم دم صبح محو بشه. دندون درد ساده یا شونه گرفته کافیه که دیگه نتونی خوب پیانو بزنی. واقعیتش همینه. راستش رو بخوای من خودم تجربهش کردم. یه سوراخ توی دندون یه شونه دردناک کافیه تا تصویر و صدای قشنگی رو که دلم میخواد منتقل کنم از دست بره بدن آدمی زاد اینقدر شکننده است سیستم پیچیدهیه که میتونه با یه چیز خیلی پیش پا افتاده از کار بیفته و در بیشتر موارد وقتی از کار افتاد به سادگی سر پا نمیشه. میشه با یک دندون سوراخ یا شونه گرفته کنار اومد ولی از کنار خیلی چیزا نمیشه گذشت. اگر استعداد پایه که میشه بهش تکیه کرد و در عین حال اونقدر غیر قابل تکیه است که هیچ نمیدونی یک دقیقه بعد چه بلایی سرش میاد. پس اصلا یعنی چی؟ هایدا جواب داد استعداد ممکن موقتی باشه کمتر کسی هم میتونه همه ی عمر نگهش داره ولی همین استعداد جهش بزرگ روحی رو ممکن میکنه این یک پدیده تقریبا جهانی و فارغ از فرده میدوری کاوا پیش از اینکه جواب بدهد مدتی این حرف را سبک سنگین کرد موتسارت و شوبرت جوون مرگ شدن ولی موسیقیشون تا ابد زنده است میخوای اینو بگی یک مثالشم هم میتونه همین باشه اما اینجور استعدادها همیشه استثناست بیشتر این آدمها مجبورن تاوان نبوغشون رو بدن با قبول کردن زندگی های کوتاه و جوانمرگی اونا با ریسک کردن زندگیشون معامله شیرینی میکنن معامله با خداست یا شیطان نمیدونن میدوریکا آهی کشید و ساکت ماند بعد گفت موضوع بحث رو کمی عوض کنم. راستش رو بخوای من دارم میمیرم. فقط یک ماه دیگه فرصت دارم. حالا نوبت هایدا بود که ساکت شود. کلمه ای از دهنش در نمی آمد. میدوری گفت با بیماری چیزی دست و پنجه نرم نمی کنم. بعض جسمیم رو به راهه. به فکر خودکشی هم نیستم اگه همچین فکری کنی خیالت راحت پس چطور میدونین که فقط یک ماه فرصت داری؟ یکی به من گفته گفت فقط دو ماه زنده ای. یک ماه پیش گفت کی ممکنه چنین چیزی بگه؟ نه دکتر بود نه پیشگو آدم معمولی بود ولی اون موقع خودش هم داشت میمرد. هایدای جوان این حرف را در ذهنش سبک سنگین کرد. ولی جای پای محکمی پیدا نمی کرد. اون وقت آیا دنبال جایی برای مردن به اینجا اومدی؟ میشه اینطور گفت. حرف شما رو درست متوجه نمیشم. راهی وجود نداره که جلوی مرگو بگیری؟ میدوریکاوا کاوا گفت یک راه هست اینکه این ظرفیت رو که اگر دلت خواست میتونی اسمش رو کپن مرگ بذاری به یه نفر دیگه منتقل کنی منظورم اینه که کس دیگه ای رو پیدا کنی که به جای تو بمیره رد میکنی به نفر بعدی و بهش میگی خوب حالا نوبت توه. بعد میذاری میری. اگه این کار رو بکنی اجالتا از مرگ فرار کردی. ولی من چنین برنامه ای ندارم. مدت فکر میکردم که دوست دارم هرچه زودتر بمیرم. شاید دقیقا همینو لازم دارم. پس اگه به همین صورت بیفتین و بمیرین مشکلی ندارین؟ زندگی همین جورش هم زیادیه. با حالی که الان دارم مشکلی با مردن ندارم. توش و توانش رو ندارم که برم راهی پیدا کنم تا جون خودم رو بگیرم. ولی از پس این برمیام که بی حرف و سخن مرگ و قبول کنم. ولی حالا دقیقا چطوری میشه کپن مرگ رو به کس دیگری سپرد. میدوریکاوا با شانه بالا انداخت. انگار واقعا برایش مهم نباشد. ساده است. آدم بعدی فقط باید حرف منو درک کنه. رضایت کامل بده و قبول کنه که کپن رو میپذیره و تحویل میگیره. بعد انتقال صورت میگیره. میتونه یک توافق زبانی باشه. دست دادن ساده هم کافیه. سند امضا شده، مهر و مومدار و قرارداد و از این جور چیزا لازم نیست. کاغذبازی نیست. هایدا سرش را کج کرد. ولی پیدا کردن کسی که حاضر باشه اینو از آدم تحویل بگیره نباید ساده باشه. اگر که تحویل گرفتن یعنی به زودی مردن. میدوری کاوا گفت حرف حسابه نمیشه فکرش رو همینطوری با هر آدمی مطرح کرد نمیشه ناقافل رفت پیش یکی و تو گوشش گفت میخوای جای من بمیری؟ باید خیلی مراقب باشی که کی رو انتخاب میکنی اینجاست که همه چیز کمی بغرنج میشه میدوریکاوا آهسته به دورو بر اتاق نگاه کرد. گلویش را صاف کرد و گفت هر آدمی رنگ خودش رو داره. میدونستی؟ نه، نمیدونستم. هر آدمی رنگ تکی داره که مثل حاله خیلی خفیف دور تا دورش رو گرفته یا مثل نور پس زمینه. من این رنگ ها رو شفاف و روشن میبینم. بینم. میدوری برای خودش یک فنجان دیگر ساکی ریخت و سر صبر مزمزهش کرد. هایدا با شک پرسید این توانایی رو مادرزادی داری؟ میدوری کاوا سرتکان داد. نه قریزی نیست. یک توانایی موقته. در عوض پذیرفتن مرگ قریب الوقوع اینو بهت میدن و از تو به آدم بعدی منتقل میشه. فعلا که به من واگذار شده. هایدای جوان ساکت بود. هیچ کلامی از دهانش در نمی آمد. میدوری گفت توی دنیا رنگ هایی هستند که من واقعا دوستشون دارم. رنگ هم هستند که ازشون بیزارم. رنگ های دلپذیر، رنگ های غمناک. بعضی آدم ها رنگ سیر دارن. بعضی های دیگه روشنتر. ممکنه خیلی خسته کننده باشه چون حتی اگر نخوای هم همه این رنگ ها رو میبینی. برای همینه که دوست ندارم زیاد توی جمع باشم. برای همینه که کارم به این جای پرت کشیده. هایدا به سختی میتوانست پا به پای حرفهای او بیاید. پس دارین میگین رنگی رو که الان از من بیرون میزنه میبینین؟ میدوری کاوا گفت: بله. البته که میبینم. گرشه نمیخوام بهت بگم چه رنگیه. کاری که باید بکنم اینه که آدمهایی رو پیدا کنم که رنگ به خصوصی دارن با یک برق ویژه. فقط اونا هستن که میتونم کپن مرگ رو بهشون واگذار کنم. نمیتونم به دست هر کسی بسپرمش. اینجور آدما با این رنگ و برق به خصوص زیاد توی دنیا پیدا میشن؟ زیاد نه. برآورد من اینه که از هر هزار تا یکی. شاید هم از هر دو هزار تا. راحت پیدا نمیشن ولی غیر ممکن هم نیست. سختتر از اون اینه که فرصتی پیدا کنی که باهاشون بشینی و جدی بحث کنی. میتونی تصور کنی که اصلا ساده نیست. ولی اصلا چه جور آدمایی باید باشن؟ آدمایی که بخوان جای کسی بمیرن که حتی نمیشناسنش. میدونی که لبخند زد. چه جور آدمایی؟ واقعا خودمم نمیدونم. تنها چیزی که میدونم اینه که رنگ خاصی دارن. برق عمیقی دور تا دور تنشون رو گرفته. این چیزها البته فقط مشخصه های بیرونیه. اگه قرار باشه دل به دریا بزنم و بشینم خصوصیات ذاتی اینجور آدما رو حدس بزنم میگم اونها از شیرجه زدن نمیترسن. این البته صرفا نظر شخصی منه. مطمئنم کلی هم دلیل براش هست. خب فرض کنیم اصلا از شیرجه نمی ترسن. ولی اساسا چرا شیرجه بزنن؟ میدوری کاوا مدتی چیزی نگفت. در سکوت جریان رود کوهستانی خروشانتر به گوش می رسید. بالاخره نیشش باز شد. حالا وقت چرب زبونیای بازاری شد هایدا گفت واقعا دوست دارم بشنوم لحظه که قبول می کنی مرگ و تحویل بگیری یک ظرفیت فوق پیدا می کنی میشه اسمش رو گذاشت توانایی ویژه مشاهده رنگ هایی که از آدم ها بلند میشه فقط یکی از وجوه این تواناییه. ولی اصلش توانایی بست آگاهیه. میتونی درهایی رو باز کنی که آلدوس هاکسلی اسمشون رو درهای ادراک گذاشته بود. ادراکت ناب و بدون ناخالصی میشه. همه چیز دور برت شفاف میشه انگار مه بالا بره و هوا صاف بشه دید روشنی به همه چیز دنیا پیدا میکنی و چیزهایی رو میبینی که تا قبلش نمیدیدی پیانو زدن اون روزتون نتیجه همین تواناییه میدوریکاوا سرش را مختصر تکان داد. نه. اون توانایی رو همیشه داشتم. سالها همون جور پیانو زدم. ادراک هم در خودش به خودی خود کامله. هیچ بروز و ظهور محسوسی نداره. منفعت ملموسی هم توش نیست. توضیحش به زبون ساده نیست. باید تجربهش کنی تا بفهمی با این حال میتونم بگم وقتی که با چشمهای خودت به این بینش واقعی برسی دنیایی که تا حالا توش زندگی کردی به نظرت یک نواخت و بیروح میشه در چنین ای نه چیزهای منطقی هست نه چیزهای خلاف منطق نه خیر نشر همه چیز با هم یکی شده و تو هم بخشی از این معجونی از بدن جسمانی عبور می کنی و موجودی فراجسمی می شی خود شهود حالی هم شگفتانگیز هم نومید کننده چونکه تقریبا در لحظه های آخر فهمیدی که زندگیت چقدر سطحی و تصنعی بوده و از اینکه تا اینجا تونستی این جور زندگی رو تاب بیاری به خودت میلرزی. به نظر شما تجربه کردن چنین حالی ارزشش رو داره؟ حتی اگه معناش قبول کردن کپن مرگ باشه و فقط مدت کوتاهی بشه تجربهش کرد. میدوریکاوا کاوا سرتکان داد. قطعا ارزشش رو داره. زمانت میدم. هایدا مدتی ساکت ماند. میدوریکاوا گفت خب چی فکر میکنی؟ کم کم داری علاقه من میشی این کوپن رو قبول کنی؟ میتونم یه سوال بپرسم؟ معطلش نکن. شما احتمالا دارین به من میگین که من یکی از اون معدود آدم هایی هستم که رنگ و برق مخصوص دارن. یکی از هر هزار نفر یا دو هزار نفر؟ آره همون لحظه ای که دیدمت فهمیدم. پس یعنی من یکی از اون آدم های اهل شیرجم گفتنش سخته. واقعا نمیدونم. اینو باید از خودت بپرسی. به نظر خودت اینجوری نیست؟ ولی شما گفتین که تصمیم ندارین این کوپن رو به کس دیگه ای پیانیست گفت از این بابت متاسف. تصمیم دارم بمیرم و دلم نمیخواد این حق رو واگذار کنم. من شبیه ای هستم که نمیخواد چیزی بفروشه. با این حال اگه بمیرین تکلیف کوپن چی میشه؟ زدی تو خال. سوال خوبیه. شاید خیلی ساده با من از بین بره. شاید هم به شکلی بمونه و باز دست به دست بشه. از یک آدم به آدم بعدی مثل حلقه واگنر اصلا نمیدونم و صاف و پوسکنده هم بگم که برام مهم نیست میخوام بگم که مسئول اتفاقاتی که بعد از رفتنم میفته نیستم هایدا سعی کرد به این فکرها در ذهنش نظم مشخصی بدهد ولی به روالی روشن تن نمیدادند میدوریکاوا گفت خب پس چیزی که بهت گفتم یه ذره هم منطقی نیست نه؟ هایدا اعتراف کرد داستان مجذوب کننده ایه ولی باور کردنش سخته چون هیچ توضیح منطقی براش نیست؟ دقیقا اثباتش نمیشه کرد تنها راهی که میشه فهمید واقعیه یا نه تنها راه اثباتش اینه که راستی راستی وارد معامله بشی اینجوری نیست؟ <applause> میدوری کاوا سرتکان داد دقیقا جز اینکه شیرجه بزنی نمیتونی اثباتش کنی و وقتی که راستی راستی شیرجه زدی نیازی به ثابت کردنش نیست یعنی دیگه نیست حد وسطی در کار نیست یا شیرجه میزنی یا نمیزنی یا این یا اون از مرگ نمیترسی راستش نه کلی آدم بی مصرف دیدم که مردن و اگه اون جور آدما میتونن این کارو بکنن منم باید از پسش بر بیام هیچ وقت فکر کردین بعد مرگ چی میشه؟ دنیای بعد از مرگ زندگی بعد از مرگ اینجور چیزا هایدا به تایید سرتکان داد میدوری کاوا سرش را خاراند و گفت تصمیم گرفتم فکرش رو نکنم وقت تلف کردن به چیزایی فکر کنی که نمیتونی بدونی به چیزهایی که حتی اگر بدونی هم نمیتونی تایید کنی در تحلیل نهایی این هیچ فرقی نداره با همون لغزندگی فرضیهی که داشتی حرفش رو میزدی. هایدا نفس عمیقی کشید. چرا اینا رو به من گفتی؟ میدوری گفت تا الان به هیچ کس نگفته بودم و هیچ وقتم چنین تصمیمی نداشتم. فقط میخواستم در سکوت و تنهایی خودم ناپدید بشم. ولی تو رو که دیدم فکر کردم حالا کسی هست که ارزش داره دربارش به اون بگم. براتون مهم نیست اگه حرفتون رو باور کنم یا نه؟ میدوری کاوا که چشمهایش خوابالود بود خمیازه کوتاهی کشید. برام مهم نیست باور کنی چون دیر یا زود باور میکنی یک روز می میری. و وقتی داری میمیری که البته اصلا نمیدونی کی و چطوری قطعا یاد حرفم میافتی. و چیزهایی رو که بهت گفتم در بست قبول میکنی و منطق پشت تک تک جزئیاتش رو میفهمی منطق واقعی کار من فقط پاشیدن بذرش بود دوباره باران گرفته بود بارانی سبک و بی صدا. صدای باران در خروش رود متلاتم گم شده بود. هایدا فقط از تغییر خفیف در هوای روی پوستش فهمیده بود باران گرفته. ناگهان بودن در آن اتاق کوچک و نشستن روبروی میدوریکاوا در نظرش عجیب آمد. انگار وسط پدیده ناممکن باشند. مغایر با اصول طبیعت سر هایدا گیج رفت، گیج و گیج تر شد. در هوای راکد بوی خفیفی از مرگ به دماغش خورد. بوی گوشتی که به تدریج فاسد می شد. ولی حتما توهم بود. هنوز هیچ کس آنجا نمرده بود. میدوری و آهسته گفت به زودی به کالجت در توکیو برمیگردی. برمیگردی به زندگی واقعی. باید به کاملترین شکلی که از دستت برمیاد زندگی کنی. هرقدر همه چیز سطحی و کسالتبار باشه زندگی باز ارزش زندگی کردن داره. تضمین میکنم. نه تنه میزنم، نه مقالته. موضوع فقط اینه که چیزی که برای من در زندگی ارزشمند بوده حالا تبدیل به بار شده. دیگه سنگینیش رو روی دوشم نمیتونم تحمل کنم. شاید دلیلش صرفا این باشه که براش ساخته نشدم پس مثل گربه دم مرگ خزیدم به یک جای ساکت تاریک و در سکوت انتظار میکشم که نوبتم بشه. زیادم بد نیست ولی تو فرق می کنی. تو باید بتونی از پس چیزی که زندگی سر راهت میذاره بر بیای. لازم هر قدر میتونی از نخ منطق استفاده کنی و ماهرانه همه چیزهایی رو که ارزش زندگی کردن دارن به خودت بدوزی. هایدای پسر گفت این آخر داستان است. صبح دو روز بعد از آن گفتگو وقتی پدرم بیرون مشغول کاری بود میدوریکاوا از مهمان سرا رفت. درست همونطور که اومده بود. کیف به دوش سه کیلومتر مسیر کوهستانی رو تا ایستگاه اتوبوس پیاده برگشت. پدرم هیچ وقت نفهمید اون کجا رفت. میدوریکاوا کرایه شب قبل رو داده بود و بی هیچ حرفی و پیامی برای پدرم رفته بود. تنها چیزی که از خودش جا گذاشته بود یک دسته رمان جنایی بود. کمی بعدش پدرم به توکیو برگشت. دوباره رفت کالج و حواسش رو به درس ها داد. نمیدونم آیا ملاقات با میدوری کاوا محرکی بود تا پرونده سفر طولانیش رو ببنده یا نه. ولی از وقتی این داستان رو از پدرم شنیدم احساس میکنم کنم نقش مهمی داشته. هایدا صاف روی کاناپه نشست. انگوشت های کشیدهش را باز کرد و پاشنه پارا پا را ماساژ داد. وقتی پدرم برگشت توکیو این طرف و اون طرف گشت تا ببینه پیانیست جزی به نام میدوری کاوا وجود خارجی داره یا نه. ولی هیچ کس رو به این اسم پیدا نکرد. شاید میدوری کاوا اسمی من درآوردی بود برای همین پدرم تا امروز هم نفهمیده که آیا این مرد واقعا یک ماه بعدش مرد یا نه سوکورو پرسید ولی پدرت که زنده و سالمه نه هایدا سرتکان داد بله هنوز به ته خط نرسیده پدرت داستان عجیب میدوریکاوا رو باور کرد؟ فکر نکرد این یک داستان زیرکان است برای دست انداختنش؟ سخت میشه گفت. فکر کنم اون موقع مسئله پدرم باور کردن یا نکردن نبود. فکر کنم اون به عنوان یک قصه قریب همون جور که بود قبولش کرد. مثل ماری که شکارش رو قورت میده بی این که میذاره خودش یواش یواش هضم بشه هایدا ساکت شد و نفس عمیقی کشید فکر کنم الان دیگه حسابی خوابم گرفته چطور دیگه بخوابیم ساعت نزدیک یک صبح بود سوکورو به اتاق خوابش رفت و هایدا هم کاناپه را آماده کرد و چراغ را خاموش کرد. سکرو با لباس خواب روی تخت دراز کشیده بود و صدای شرشر رودی در کوهستان را می شنید. البته این غیر ممکن بود چون آنها وسط توکیو بودند. به زودی به خوابی عمیق فرو رفت. آن شب چند اتفاق عجیب افتاد